سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام هم اینجا کوکتل و امروز اومدیم با یه بی پرده جدید و میخوایم یه مسابقه توپ عالی داشته باشیم با پوریا پوتک عزیز که خیلیاتون درخواست کرده بودید. بهتر من حرف دیگه ای نزنم، فقط یادتون باشه که حتما کانال ساب کنید و لایک کنید اگه از ویدیو خوشتون اومد و به اشتراک بذارید. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم مسابقه رو داشته باشیم. سلام میکنم خدمت پوریا پوتک عزیز. آقا خوبی؟ چطوری؟ چه خبر؟ فداچم، منم خوبم. منم به تو، هر کی که داریم برنامه رو میبینه سلام میرسونم. امیدوارم لذت ببرم. خب قربونت، دعوت گرم که دعوت ما رو پذیرفتی. خیلی چیز داشتیم و یعنی من اصلا فکر نمی‌کردم یه آرتیست انقدر رای بیاره، چون مثلا گوشی بودم بین این رده های سنی انتخاب کنید، مثلا 4000 تا پیام اومده بود، نصفش پوریا پوتک بود. اصلا فکر نمی‌کردم یه آرتیست انقدر رای بیاره. فکر می‌کردم مثلا 4 تا آرتیست میشن بعد رای گیری کنیم، ولی زدی ترکون دیگه. دمه همه گرم که گفتن، واسه افتخارم. عشق قربونت، دمت گرم. آقا یه سوال که خیلی داشتیم، یه بیوگرافی کلی، یعنی اول بریم که آقا یعنی از کی شروع کردی، چند سال کار می‌کنی و پوتک به چه معناست، برای چی این اسم انتخاب شده؟ ببین این واسه خیلی وقت پیشه، یعنی اولش که اسمم پوریاست، همه جا فکر می‌کنن متولد 71ام، ولی من 70ام، 6 تیر 70، یعنی خیلی جا می‌نویسن 71. بعد این که دقیقاً یادم نمیاد، ولی خیلی سال پیش بود، اون موقعی که نمیدونم رپ‌ها رو یادتونه، اون موقع رپ‌ها و بیاتو رپ خیلی اوج بودن، واسه اون موقع بود دیگه که با حمید منفی هم کار می‌کردم. اولین آلبوم هم اسمش نسخ بود، فکر نکنم کسی گوش داده باشه، مگر اینکه خیلی دیگه طرفدار واقعی باشه یا خیلی پیگیر بوده باشه. درست. نسخ مال چه سالی بود؟ بس دقیقا بهت بگم 2013 من دانشگاه 87 بود، 6 بود فکر کنم، 84 5 نه 4 تا 6 دقیقا نمیدونم، خیلی قدیمی بود نسخ. یعنی پس جزو نسل 2 حساب میشی 84 اگه بوده؟ ببین من جزو نسل 2 حساب میشم، ولی اسمم افتاد سر زبونا موقع نسل 3 بود. آره بعد میگم نسل 3. آره لقب خیلی که لقبات هم چیزه دیگه، شاه نسل 3 طرفدارات بهت میگن، همه فکر میکنن نسل 3. اوکی پس این پوتک رو نگفتی، پوتک به چه معنی؟ پوتک ببینه، پوتک من اول اسمم سینفول بود، هیچ کی اینو نمیدونه، خیلی وقت پیش، ولی پوتک یعنی پوریا تک دیگه، کلا معنیش این میشه. بعد خیلی بدم میاد، همه میگن ببین نمیدونم تلفظ اصلی اسم تو... مثلا ایرانی ها بیشتر میگن توپک، ولی اون توپاکه، بعد همه فکر میکنن من از اون برداشتم، ولی نه، اتفاقا یکی از چیزایی که خیلی مثلا بهم انتقاد میشه نسبت به نزدیکای خودم این که من اصلا مثلا اونقدی که رپرها به توپاک و بی آی جی رو دوست دارن، من اصلا اونجوری نیستم. من اصلا یعنی من امینمو بیشتر ترجیح میدم تا اونا. اونا فقط چون هر کسی که یه کار جدیدی رو شروع میکنه و واسه همین اسمش بیشتر میشه، ولی امینم خیلی از اونا قوی تره. البته نمیخوام، میدونم شاید تو هم با هم مخالف باشی، ولی من اصلا اینجوری نبوده که بیام اسممو رو توپاک بردارم بکنم پوتک، نمیدونم یا اینجور چیزا. فهم خواستم همین رو بگم که بدونن نه اصلا هیچ ربطی نداره به توپاک اسم من. آره آخه خیلی فهم کنم مثلا این پوتک مثلا توپاک رو برشی مثلا اون کیوته رو عوض کردی. آره خب میذاشتم پوتاک پوتک. آره درست. خب آقا این اول داستان بریم سراغ کارا آیندت. یه آلبوم تو راه داری میدونم و اگه توضیح در بارش هست، آلبوم چجوریه، چند تا آهنگ توش کی میاد حدودن؟ ببین تعداد ترکاش معلوم نیست جدی بگم، بعد این شاید یکی از اولین آلبومام باشه که یعنی بیش از حد دارم روش وقت میذارم، چون اصولا من اونجوری نیستم. مثلا میخوام یه تکسی رو بنویسم، مثلا یه موضوع بیاد تو ذهنم، یه حدودی تو همون 3-4 ساعت تمومش کنم، یعنی دیگه مثلا بیشتر روش کار نکنم. ولی این آلبوم دیگه اینجوری نیستش، مثلا هر تکسو خیلی دارم بیشتر وقت میذارم، خیلی کار دیگه. بعد از نظر خودم نمیدونم این ضرب المثل رو درست میگم یا نه، یعنی ماست فروش هیچ وقت نمیگه ماستم تورجه، ولی به نظر من خیلی قوی شده، خیلی دوست دارم این آلبومم و همه نوع سبکم توش هست، بیشتر سیاسی اجتماعیه، ولی به نظر من تا الان که خیلی متفاوته و خیلی حس خوبی به این آلبومم دارم. امیدوارم تا آخر شهریور برسونمش. موزیک ویدیو هم داره، دو تا موزیک ویدیو داره، شاید هم بشه سه تا، یه موزیک ویدیو انیمیشنی هم داره، امیدوارم بتونم تمامش کنم. فکر کنم اون موزیک ویدیو انیمیشنی خیلی سر و صدا کنه، چون اکثر رپرها تو اون موزیک ویدیو هستن. آره اون موزیک ویدیو اگه یعنی شاید فقط به خاطر اون موزیک ویدیو آلبوم من ایزای طولانی تر شه، چون توش خیلی شخصیت های متفاوتی قراره توش باشن، خیلی رو اون موزیک ویدیو هم خیلی خفن. حالا بیاد امیدوارم لذت ببرن، من که خودم تو الان حال میکنم، امیدوارم مردم هم حال کنن. ایول اصلا منو که نسخ کردی از الان، بذارم ببینم چیه داستانش.
اینم گفتی خیلی وقت میذارم، چون یکی از انتقادها ازت این بود که مثلا پوریا تو مثلا یه سال 6 تا آلبوم میداد، تو 4 ماه 6 تا آلبوم میداد، بعد آره. آلبوم مثلا اینقدر طول کشیده. آره این چون دارم واقعا وقت میذارم روش، یعنی شاید باورت نشه الان فقط 4 تا ترک فول آماده است، بقیه‌اش هم هست، تکستش آماده است، ولی دارم روشون کار میکنم. مثلا یه دونه تازه دیروز دادم میکس کنم، دارم خیلی کم کم میرم جلو که دوست دارم انتقاد کمتری نسبت به این آلبوم نسبت به آلبوم‌های قبلم شه. همکاری داری تو آلبومه یا نه؟ ببین تو این یعنی اصلا بحث همکاری میاد وسط، من همیشه ناراحت میشم، چون اصلا ببین خیلی از رپرها میان خودشون مثلا به من میگن، بعد خودشون هم کنسل میکنن، خیلی هاشون هم اصلا خودم بهشون میگم بعد اوکی هم بعد وسطش کنسل میکنن، خیلی هاشون هم که اسمی برم اصلا کسایی که خودم خیلی قبولشون دارم، اصلا هم کار درستی نیست بخوام اسم ببرم چون زشته، چون بین من و اون طرفه، مثلا کسایی که شاید شما فکرش هم نکنید، یعنی مثلا شاید اصلا یه چیزی از ایرانی ها خیلی به هم دیگه میگن، میگن پول پرست و پول چیز خوبیه، ولی نداری حد مثلا 20,000 دلار پیشنهاد همکاری مثلا یا مثلا 30,000 دلار، اصلا من خودم کپ کردم، خب مگه میشه چنین چیزی؟ مثلا من اصلا مخالف پول دادن نیستم، حتی اونور آبیام وقتی میخوام با هم دیگه یه همکاری داشته باشم، مثلا حتی اگه ترافیس اسکات بخواد با کانیه وست هم همکاری کنه، شاید تو قراردادشون این نباشه که ترافیس اسکات بیاد پول آهنگ بده به کانیه، ولی 100% تو قراردادشون این است که تو هر پلتفرمی چند درصد میرسه به این، چند درصد میرسه به اون، بر اونا هم به هم دیگه پول میدن، یه خیلی طبیعیه. خب به نظر من اگه قرار شد دو تا آرتیست حرفه‌ای یا معروف با هم دیگه فیت بدن، باید اینجوری به هم دیگه پول برسه، نه اینکه اون بیاد بگه 20,000 دلار به هم بده، یا یکی دیگه بیاد بگه 15,000 دلار، یکی از که اصلا 2,000 دلار هم نمیارزه بگه 35,000 دلار. من اگه قرار بشه، یادمه با یه رپر داشتم صحبت میکردم، یعنی من واقعا اگه قرار بود به اون رپر 20,000 دلار بدم باش بخونم، من هیچ وقت به اون رپر 20,000 دلار نمیدم، من میرم به لیل اسکایز پول میدم، به دیزاینر پول میدم، هستن منیجراشون هم میشناسم کاملا هم واقعی، 10,000 دلار هم میذارم روش، یه موزیک ویدیو هم میدم به جای اینکه فقط مارکت ایرانی گوش بده کل دنیا گوش بدن. آره اونم هست، چون حالا این فیته که مثلا بعضیا بخوام پول بگیرم اوکی، ولی رقمو بعضیا خیلی عجیبه، مثلا در حد آرتیست مثلا آمریکایی داره پول میگیره که مثلا آره آره واسه همین من میگم دیگه واقعا داره در اون حد پول میگیره، نمیدونم لیاقتش هست یا نیست، ولی خب نباید دیگه در اون حد بگیره، بعد ببین فرق داره کی داره به تو پیشنهاد میده. آره نه اینکه بخوام چیز باشم، من خیلی راحت حرف میزنم، باشه بذار تو پشم میده، نه اینکه مثلا من گوی باشم، ولی خب طرفت ببینه کی داره بهش پیشنهاد میده دیگه، مثلا اگه مثلا یه آدم خیلی تازه شروع کرده خب باشه یه رقم خوب بالا ازش، ولی وقتی یکی دیگه داره پیشنهاد میده باید قیمتا هم درست حسابی باشه، نه اینکه خیلی بالا. یکی که از من 5 تا بیت کوین میخواست، انگار من خونمون ماینر دارم. 5 تا بیت کوین؟ آره 5 تا بیت کوین. اون موقع بیت کوین فکر کنم حدود چقدر بود؟ فکر کنم 4,000 دلار بود. ولی خیلی باهوش بود. دقیقاً فکر کنم 3 ماه بعد یا 2 ماه بعد بیت کوین شد 10,000 دلار. یعنی من اگه 5 تا بیت کوین بهش میدادم، سودی که اون از این فیت میکرد میتونست باهاش 3 4 تا خونه بخره تو اروپا. حالا اسمش نمیگی؟ نه آخ بخواد اینکه زشته، چون مثلا من دوستشون دارم، نمیخوام خرابشون کنم به هیچ وقت، الان من اسمشون رو بهش میگم شاید هیترها بیان، یه سری آدم ها زدشون شه، نه باشه شاید اون آرتیست شاید تخمش هم نباشه، ولی خب بالاخره دوست ندارم واسه کسی که دشمن بتره. من دیگه اون پوریا بوتک قبل نیستم مثلا بیام کلی حاشیه درست کنم دیگه، اصلا افکارم عوض شده دیگه، دنبال اینجور چیزا نیستم، واسه همین دوست ندارم بیاد اسم ببرم و یا بخوام واسه کسی انتقاد شدیدی کنم. درست. اتفاقا اینم که گفتی خیلی ها مثلا چند وقت پیش بود که خشارسار یه انتقادی ازت کرده بود که میگفتش که پوریا پوتک به نظر من رپر نیست و داستان نویسه، خیلی ها مثلا انتظار داشتن که پوریا پوتک مثلا بیاد و مثل بقیه یه استوری بذاره و بتوپه، ولی خیلی راحت اومده گفتی آقا نظرشه، خب نظرش چی باید کنم، خیلی باحال بود. آره ببین نظرش هم قشنگ بود، یعنی نظر بدی نبود واقعا، ولی من اگه بخوام یه ترک تکنیکی بخونم مطمئن باش خیلی ها شاید بهتر بخونم از نظر خودم، ولی خب من بعضی وقتا دوست ندارم مثلا فلوی توش بیارم، دوست احساس میکنم اون آهنگ وقتی ساده تر باشه حس تو قشنگ تر بیان میکنه، ولی یه آهنگ هست مثلا گنگه، خب مسلما باید یه تیکش رو فست بخونم، فلو عوض کنم، نمیدونم تراب ماننده، واسه همین سعی میکنم تو هر آهنگی نسبت به اون موضوع استایلم رو عوض کنم، تا اینکه بیام همه آهنگامو فست بخونم، بیام همه آهنگامو تکنیکی بخونم. نه شاید خشایار اون آهنگایی که از من گوش داده همه ساده بوده، واسه همین گفته رپر نیست داستان. البته من از اینکه گفت داستان نویس خیلی هم خوشحالم، چون همیشه دوست داشتم داستان نویسم باشم.
یه سوالی هم که خیلی از مخاطبا داشتن ازت اینه که از نظر خود پوریا پوتک بهترین کارش کدومه، کدوم بیشتر دوست داره؟ یکی خیلی خستم، آنی خیلی خستم اولیش، یکی نگاره، نمیدونم شنیدی یا نه، اونم خیلی قدیمیه، یا آنی هم که دارم فکر میکنم هیچی نکرده، آنی کانورس فکر کنم 8 سال پیش، دقیقا نمیدونم. اون آنی مثلا کراسش چیزه از اول به آخر، حتی اگه برش هم گردونی اونم نه کلمه، اگه از آخر به اولم تغییرش بدی یه شعر دیگه میشه. فکر نکنم هیچ کسی کرده باشه تو فارس، رپ فارس. این دوتا هنگ، این سه تا خیلی دوست دارم. حتی من همه هنگ همون دوست دارم. بعد من اصلا از این آرتیست ها نیستم که مثلا آهنگ خودمون کسی نباید جلو من آهنگ منو بذاره. مثلا میریم خونه دوستامون آهنگ میدونن نباید آهنگ پوریا رو بذارم، خیلی بدم میاد. اصلا دوست ندارم جایی میرم کسی آهنگای منو بذاره گوش بده. خب چرا؟ نمیدونم آخه که چی مثلا. مثلا میرم چه دوستان مثلا میگم پوری آهنگ خیلی خستم تو بذاریم، بعد مثلا یک ساعت دو من میگن تا من میگم آره. نمیدونم هیچ وقت اصلا دوست ندارم جلوی من کسی آهنگ منو گوش بده، ولی خودم شاید باور نشه بعضی وقتا تو تنهایی هم میشتم آهنگ خودم گوش بدم. آره اینه، حالا گفتی من خودم یه آهنگ تو خیلی باش ارتباط برقرار میکنم، حالا اسمش چقی آدم نیست، میگی که یه شاعرم ولی کاغذ نیست، طلای سیاه. اون من اصلا دنگا خود منم، مثلا یه شاعرم و اصلا خیلی باحال باشه. یه سوال که خب تو همه برنامه میکنیم و خیلی هم طرفدار داره این سوالا، 5 تا رپر مورد علاقه ایرانیت، یعنی تاپ 5 تو ایران کیان؟ ایرانی؟ آره. فدایی ببین اسما رو میگم ولی دوست خدا کنه، یعنی مردم علی که خودشون حاشیه درست نکنن، خب بر طبق زمان بعضیاشون تغییر کرده. مثلا علی سورنا از بعد از آلبوم نگارش یه آلبوم ای پی داد قبل، یه آلبوم بلند داد بعدش، همه توقع داشتن دو سال آلبوم بده، ولی بعدش سری آلبوم دیگه داد. اسم اون آلبومش یاد نیست، دیوار بود نگار بود نگار داد، بعدش کبیر اومد دیگه. آره من بعد از نگار دوستش ندارم دیگه. بعد ولی علی سورنا هست جز به تاپ 5. بعد خیلی سخته بین رپرهای ایرانی تاپ 5 پیش رو 100% است. سه تا تنها کسی که فکر نکردم گفتم فکر کنم فدایی بود دیگه. سه تا بعد خدای کی بود جدیدن خیلی گوشش میدادم، نمیشه سه تا گفت چون واقعا دیگه حضور زن نره. بهرام مثلا بوده ولی دو تا آلبوم آخرشو دوست ندارم. بهرام واقعا بوده جزو تاپ 5 من. من خودم هر هفته بعد آلبوم سکوتشو پلی کنم مثلا نکنم. آفرین. مثلا آلبوم سکوت بهرام مثلا. ببین قبول داری بعد از سکوت دیگه بهرام نبود یا نه؟ یه پوست انداخ، ولی خب من جفتشام، یعنی من بهرامو کلا خیلی دوستش دارم. ولی خب پوست انداخ دیگه. الان مصاحبه تو با منه، من یه سوال دیگه ازت می‌پرسم، خیلی دوست دارم نظره همه رو بدونم. به نظر تو مثلا بهرام یه ابهاتی که داره تو خودش نگه می‌داره کار درستیه؟ مثلا به نظر تو بهتر نیست بیاد با رپرهای دیگه بخونه، با کسایی که حداقل فکر می‌کنه لیاقتشو دارن باش بخونه؟ 100% بهتره. آخه خب هیچ حرکتی تکی جواب نمیده، بعد حتما کسایی دیگه هم باشن. و خب اینکه همش دیگه خودشه یکم داره اذیت میکنه. منم دوست دارم، مثلا من دوست دارم بهرام کنار پیشرو باز بشنویم، یکی از بهترین فیتای تاریخ بود، یا مثلا بهرام مثلا کنار هیچکس بشنویم، 100% خیلی خفنه. و آره به نظر منم اگه بیاد و یکم بیشتر همکاری کنه، یا مثلا با کسای جدید مثل سفیر و اینا خیلی به هم میخورن، بهرام بخواد کار کنه، من خودم خیلی دوست دارم، ولی خب نمیکنه دیگه متاسفانه. عرفان و هیچکس هم هستن، ولی یک مورد علاقه من فدایی. اوکی آره اینم من میدونستن همه، یعنی من خودم که حالا میدونستم چون گفتی هم تو ویسینا زیاد گفتی. آره فدایی. خب بخوای خارجی بگی کیان؟ اوه خارجی خیلی ولی ببین چیز دوست دارم، ترافیس اسکاتو خیلی دوست دارم، اصلا بمبه، یه چیز عجیبیه این بشه، با اینکه همیشه فکر میکنم اصلا نمیتونه کنسرت لایو اجرا کنه، فکر میکنم چون انقدر اون صدا رو افکت قاطیش میکنه. آره ولی خب بالاخره استعداد دیگه، موزیکاش همه ایته. نمیدونم درست تلفظ کنم، گونا رو میشناسی؟ GUNNA خیلی خفنه، اونو دوست دارم.
یا آهنگ با درک داره و با لیل بیبی و درک ستای اسمش یادم آره. خیلی بومبه، خیلی آهنگاش خفه. یانگ تاگو میشناسی؟ اونم خیلی دوست دارم. بعد درک هم دوست دارم، ناس هم دوست دارم. نمیدونم اسمش ناس یا ناس، ولی همش میگم ناس، N A S. اونم خیلی خفه. ناز هم بهش میگن. نمیدونم خیلی. من ایران... یه خواننده بود، من بهش میگفتم خان، بعد فهمیدم زنه، به انگلیسی میشه زن تلفظش. آره خب چیزی چیه؟ ببین چیز بس این رپرها رو گفتم، وگرنه یک یک کل تمام ادوار تاریخ خواننده‌های من لیل پیپه. اتفاقا می‌خواستم الان ازت بپرسم چون بیاسمونم خوندی رو. آره اصلا ولی کلا تو رپ گفتم، ولی اگه بخوام کلی بگم لیل پیپه. ببین مثلا من لیل پیپ گوش میدم گریه میکنم، خب به قرآن مثلا شده یا آهنگش رو ورزی جاشو نفهم. لیل پیپ خیلی تنها کسیه که هم مرگش به شدت ناراحت شدم، نه که هم مرگی کسی ناراحت نشدم، ولی هم مرگ اون خیلی ناراحت شدم. آره لیل پیپا دو تا آهنگ داشت، من خیلی یکی بیمر بو، یکی هم استار شاپینگ، یه همچی چیز استار شاپینگ. همین من کاور کردم استار شاپینگ رو دیگه. آره مثلا وقتی آهنگ استار شاپینگ لیل پیپ اومد، آهنگ من کاور کردم، خیلی داره گده بودن که لیل پور یا لیل پیپ از تو کاور کرده، خیلی خنده بود. یا مثلا میگفتن پوریا از پارسالیپ کاور کرده. بعد یه چیزی که اصلا نمیدونم چرا بعضی از شنوندان نمی ببین کپشن رو میذارن که تو بخونی دیگه. مثلا من آهنگ میدم، آهنگ اوکی اینا، مثلا توش گفتم بابا به خدا این کاور، باز کامنت میاد رفتی کاور کردی، میگم توش گفتم. یعنی قشنگ من حتی تو یوتیوب هم ببینی خیلی تابلو اون زیر زده آهنگ اصلی جوجیه، نمیدونم کاور این آهنگش اینه. بعد من تمام چیزاشو زدم که بابا این آهنگ این آقای این کانال یوتیوبشه، این کانال شرکتی که ازش حمایت میکنه، ولی بازم میان میگن دزدی کردی. فاک دیگه نمیدونم. من اصلا با کاور مشکلی ندارم، به شرطی که مثل مرد بگی کاوره. دقیقا درستش هم همینه. خب همون مثلا انتقادی که هست، سمپل میکنی، کاور میکنی، هر کاری میکنی باید اعلام بشه. طرف میاد حالا بیت همونو کپی میکنه، یه درام لاینشو عوض میکنه، بعد مثلا میگه آهنگساز منه. خب این غلطه، ولی وقتی نام ببری هیچ، همه جای دنیا هست. آره همیشه طبیعیه، ولی باید نام واقعا باید بگی. اگه نگی نمیدونم، احساس میکنی مردم رو مثلا خر فرض کردی، داری گولشون میزنی. خب بگو دیگه. 5 تا آهنگساز برتر رپ فارسی تاپ 5. 5 تا داریم رپ فارسی برتر واقعا؟ آهنگساز نداریم. من بگم کتا هم بگو، تو نظر خودت بگو. من خشایار رو خیلی دوست دارم، مهراد رو خیلی دوست دارم. چون خشایار به نظرم، حالا بعضی مثلا بهش میگه آقا سبکت خیلی آمریکایی نه، ولی نداریم اونجوری تو رپ فارس. نه خب خشایار اصلا دوستان. لازم داری بیان چی سبکش آمریکایی؟ مگه آره. همه باید بیان از غم مردم بخوان، یا همه بیان اشتباهی بخوان، یه نفرم باید اینجوری بخونه؟ خب دقیقاً سعید دهخان رو خیلی دوست دارم، یه بیت زده تو آهنگ. من احساس کنم مریضه سعید دهخان، یعنی اصلا مغزی یه... سیکه مریضه، بیتش قویه. یه دنیای دیگه است. یه آهنگ داره دیده بان. ببین اصلا این آهنگ این بیت ها نمیاره، یه دنیای دیگه. جی جی یه سری سمپل ها داره که خیلی خوبه، خیلی دوستش دارم. پنجمی هم مهدیار قبل مجاز، یعنی قبل مجاز چه؟ قبل گریه داره. قبل گریه داره. مهدیار هم خیلی دوست داشتم. این پنج تا به نظرم همیشه خوب بودن و هستن. ببین من تو سبکای مختلف میگم دیگه که لازم رپ فارس لازمشون داره. خوبه مهدیار هست، کلا آهنگش خوبه، ولی احساس میکنم وقتی سینگل ترک ها رو آهنگسازی میکنه خیلی خفن تره. بخاطر اینکه وقتی یه آلبوم کامل آهنگسازی میکنه احساس میکنم دیگه داره تکراری میشه موزیکاش. این مهدیار، ولی مهدیار واقعا خوبه. جی جی واقعا خوبه، واقعا آهنگسازیش خوبه، واقعا. خشایار هم خیلی خفنه. خشایار خیلی کاره واسه چیز کلا، واسه رپ فارسی تو آهنگسازی خیلی کارهای بزرگی کرده که کمتر آهنگسازی کرده این کارو. بعد دیگه بهت بگم علی بی خیلی خوبه. آره علی بی هم خوبه. علی بی خیلی خوبه. بعد بین آتور یا آرتور؟ آتور. بین آتور. من الان می‌خواستم اسمشو بگم. آره بین آتور و دهخان نمیتونم انتخاب کنم. جفتشون خوبن دیگه. اینا چیزن. از نظر من شاید اصلا اونا فکرش یه جوری دارک و دیگه بگم مریضن. خفن. نه که مثلا تو این بهش میکنم. یعنی آهنگشون مریضه. باحاله، حال میده. آره. آره آتور زمان چیز رو من خیلی دوست دارم، یعنی زمان مرد تنها اینا، یا مثلا آلبوم سکوت و اینا که چیز بود خیلی خفن. من فقط با روشی که اینا پیش میگیرن خوشم نمیاد. مثلا نه تنها اینا، خیلی این که مثلا دوست دارم همش
ادعای زیرزمینی بودن رو دوست ندارم. ببین درست ما زیرزمینی، ولی ببین مثلا الان چی میخوام بگم، الان یه خیلی چیز مبحث بزرگی هست، میگن که مارکت مثلا دست امثال چیز ایناست، مثلا زد بازی و اینا خیلی خوبن ها، جی جی و مثلا اینا دارن مارکت رو دست گرفتن، بهزاد لیتو و خلصه و کارشون هم خودش درسته. خب این دلیل برای نمیشه که ما بگیم چون دارن راجع به دختر و اینجور چیزا میخونن. البته من خودم چند تا آهنگم گفتم، ولی خودم عوض میشه بعد مرور زمان. اگه ما میگیم مارکت دست ایناست، خب این یعنی اینکه راهی که ما رفتیم اشتباهه. این دلیل برای نمیشه که موضوعایی که ما خوندیم طرفدار نداره. نه، بیاین مثلا مرد مارکت رو بگیرید، اگه میتونیم بگیریم یا میتونید بگیرید بیاین بگیرید. یعنی مثلا لزوم نداره هی بگیم اونا چیزن اخن پخن بدن، نه، اگه میتونید بیاین بگیرید. فقط این نگید مارکت دست اوناست به خاطر اینکه دارن از دختر علف میخونن. نه اصلا به نظر من این حرف درستی نیست. اگه میتونید بیاین بگیرید، مارکت دست اوناست به خاطر اینکه شما همش رفتید تو زیرزمین خودتون و ادعای زیرزمینی بودن، و در صورتی که همه هم رپرهای قوی و آهنگسازای خیلی خفنی هستن. حالا مثلا تو اسم سفیر رو بردی، من اصلا جزو طرفدارای سفیر نیستم، چون من اصلا موزیک که خیلی سنگین باشه رو دوست ندارم. موزیک باید خیلی ساده باشه در عین حال سنگین، ولی نه به اون کلمات. یا مثلا بامداد و اینا خواننده، اینا خیلی خواننده خفنی هستن، ولی به نظر من رایی که دارن میرن جلو اصلا رای درستی نیست. شاید 10 سال دیگه هم شاید طرفدارای این رپرها به اندازه 10% طرفدارای این رپرهای مثل اینایی که بیشتر عام بپسندن نرسه. حالا شاید اونا پیش خودشون بگن ما دوست داریم خاص باشیم، منم دوست دارم خاص باشم، من 3 تا طرفدار واقعی رو به 1 میلیون طرفدار فیک ترجیح میدم. ولی چرا یه کاری نکنیم 3 تا طرفدار واقعی ما بشه 1 میلیون نفر؟ ما یه کار نکنیم شور موسیقی عوض شه، به جای اینکه همش بیایم به این برینیم اون بیاد به اون برینه. نمیدونم، من فقط راهی که میرن جلو رو دوست ندارم. همین. ولی حالا حرفی که زدی، به این حرف که زدی و من خیلی جاهاش موافقم. حالا نمیشه یه باز درست کرد بگیم کیا تو این دستن، ولی مثلا آقا مهراتیدن آلبوم آخری که داد یا مثلا آلبوم تونش مگه از الف خوند؟ نه. مرسی. ولی خب چقدر ترکون، من خودم یادم ساعت کوک کردم وقتی که این آلبوم قرار بود بیاد و عشان مثلا گوش دادم کلی هم لذت بردم. ولی چیزی که هست خیلی حالا خودشون میخوان جدا نگردم، میگم آقا چون ما زیاد شنیده نمیشیم خوبیم. حالا نمیخوام بگم بامداد اینا همه ها، ولی مثلا یه اشکال خیلی ریز دارن. آقا مستقلش تو آمریکا طرف میاد یه رسانه بر خودش درست میکنه، کارشون رو درست پخش میکنن. من مثلا خودم به عنوان کسی که آقا تو این کارم که ببینم کی آهنگ داد کی اینا، بعضی وقتا آهنگ اینا از دستم میره، چون هیچ جا پخش تو اینستاگرام خودش یارو نمیذاره. آره میدونی خب این یعنی چی؟ بعد خب آقا تو مثلا میخوای تاثیر بذاری، چون من اینو بابا زد بعضیشون هم مثلا با هم حرف زدیم شنیدم که آقا من میخوام موزیکم تاثیرگذار باشه، من کم شنیدشم تاثیرگذاری، یعنی چی؟ کی گفته؟ آره بعد یه بعد داره میبینی که فکر میکنن، بعد مثلا اکثرشون هم الگوهاشون مثلا توپاک و اینا هم میگن اینجوری بابا به خدا برید راجع به توپاک ببینید کی میگه توپاک راجع به دختر نخونده، به خدا خونده، اصلا یه موزیکایی داره کل پر مثل پر. ولی یعنی میگم اونم این کارا رو کرده. یعنی تو الان خداییش به من بگو، تو با دوست دخترت اگه قرار باشه بره لبه ساحل یا یه پارتی، خداییش علی سرونا میذاری گوش میدی یا ساسیمانکن گوش میدی یا آهنگ تابستوکوتای گوش میدی؟ هر من ساسیمانکن اینا که اصلا گوش نمیدم. یعنی حالا کلا من خب ببین هر موزیکی جای خودشو داره. به نظر من تمام این سبکا لازم، ما نباید به هم دیگه جیب بدیم. من خودم میشینم برام گوش میدم به موقعش، به موقعش هم جی جی گوش میدم، دوستان تولد میگیرن میرن ساسی مانکن میذارن، چیکار کنم گوشامو بگیرم پنبه کنم؟ منم گوش میدم، چیکار، هیچ کاری نمیکنم. یعنی میگم هر آره دقیقاً ها دقیقا. یعنی ببین اگه حالا مثلا یکی به عنوان یک زیرزمینی که آقا من خودم در این سبک زیرزمینی کار میکنم، انتقادم به دولت اینه که چرا من آزاد نیستم، بعد خودت میای میگی اون چرا داره از علف میخونه، خب تو هم داری اونو محدود میکنی که دقیقا. یه آزادی بیان نیست این داستان. بعد آقا مثلا بعضیا رو من دیدم اینا رو، حالا شاید بعضی بفهمن منظورم کیه، طرف فقط میاد فقط مثلا هر دو سه ماه یه بار آهنگ میده، اونایی که از ویدیو گل و مثلا اینا میخونن رو داره دیس میکنه. خب اگه اونا نبودن تو از چی میخوندی؟ میدونی ما برو دنبال یه چیزی فلان. حالا میگم باز حالا بعضیا بعد برداشت کنم، من کل زیرزمین منظورم نیست، مثلا همین علی سورنا خیلی شنونده داره و به شدت من از رپرهای مورد علاقه منه. یعنی من خودم تو پنج شبرترم یکیش سورناست، حتی من نگارش هم دوست دارم، مثلا بعضی وقتا من آهنگی دوست دارم که برم دنبالش ببینم چی داره میگه، مغزمو در. ولی اینکه همشون باشه نمیشه که، آقا مغزم از بین میره دیگه، همش مثلا اینکه هر روز آره مثلا هر روز بخوایم مسئله ریاضی حل کنیم نمیشه که. درست. ولی در کار آره بحث جالبی بود و خدا کنه که یه روز پیش بیاد. خانواده قشنگی داریم، یعنی رپ خانواده قشنگیه، خیلی خوبه به هم دیگه احترام میذاریم، همه هم تو این خانواده لازمه. مثلا خانواده 5 نفره، یه پسر میره
نمیدونم یه کار خلافکار میشه، یکی میره مهندس میشه، خیلی خوب. به نظر من همه اینا لازمه و باید همشون به همه باید احترام بذاریم. انقدر بس دیگه به هم دیگه ریدن و این بده او خوبه، این نمیدونم اخه، اون نمیدونم عالیه. به نظر من اصلا کار درستی نیست. کوروش مانتوز اتفاقا تو مسابقه با خود ما یه حرف خوب زد. آقا هر کی به یه جایی رسیده یه چیزی داشته دیگه، پس به هم احترام بذاریم. اینجوری نیست. خیلی حرفش قشنگه، واقعا حرفش قشنگه. خب پس اینم به بحث 5 تا آهنگساز به چی رسید؟ آره. خب 5 تا آلبوم چی؟ حالا آلبوم یا تک ترک دوست داری بگی؟ تاپ 5 تا آلبوم مورد علاقه. حتی اگه 5 تا باشه مثلا تاپ خودم میام، چیزی که دوست داری. آقا 5 تا نمیشه تاپشو بگو یا 3 تا میشه؟ 3 تا. ولی سعی کن. سکوت بهرام فوق العاده است. بعد جنگل آسفالت هیچکس. آغاز اینجاست پیشرو. خود همون ترک آغاز اینجاست. من اصلا با آغاز اینجاست روانی آلبومش. بعد دیگه بهت بگم این سه تا خدای کی بود دیگه آلبومش خفن بود، سورنا مرد تنها خوبه، خیلی خیلی خوبه، ولی خب مثلا سورنا خیلی ترک داره که من دوست دارم، ولی اینکه آلبوم کلی نه، ولی خیلی مثلا آره مرد تنها سازش 4 تا آره. یکی هم میخوام از این وریا بگم، از اینه که سبکشون متفاوته. بذار ببینم نیست دیگه کسی خیلی فکر بزرگ هم. بزرگ و دوستن چی؟ چرا بزرگ و پیر شدیم، بزرگ پیر شدیم اون چی بود اسم آلبوم جی جی؟ یکش شدیم ولی بزرگ نه، یکش دوستن. آره. خود بزرگ چی؟ خود بزرگ دوستن چی؟ آلبوم بزرگ؟ چرا من اصلا من یه ترک دارم اسم همه رپرا رو میگم اووردم اینو، اسم گروش رو اووردم. اصلا کلن مراتیدن هم از نظر شخصیت، هم از نظر قیافه، هم از نظر صدا، هم از نظر تکس، هم از نظر آهنگسازی یه فرد کامله، پکیج کامله. من دقیقاً اصلا خدا هیچ وقت نمیتونه یکی رو با همه چی بیافرنه. یکی پولدار قیافه نداره، یکی قیافه داره اخلاق نداره، یکی همه چی داره پول نداره. اینو خدا همه چی بهش داده، گفته رپ فارس بفرمایید. خدا داره. خب آقا چیز یه سوال اینو خیلی دوست دارم بدم، دوست داری با کی کار کنی تا الان نشده؟ یعنی دوست داشتی بشه خیلی دوست داری باش فیت بدی؟ رضا پیشرو. همه رضا پیشرو رو میگن تا الان این سوال هر کی پرسیدم گفت رضا پیشرو. رضا پیشرو. ببین رضا پیشرو خیلی خفن. اصلا یکی تکنیکی ترین رپرای ایرانه. رضا پیشرو سیناسایی خیلی تکنیکیه. آره خیلی تکنیکیه. بعد خیلی دو تا دیگه اسم هستن ولی میدونم باهاشون فیت میدم. ولی رضا رو فکر نکنم تا آخر عمرم باهاش فیت بدم. چرا؟ چرا فکر نمی‌کنی؟ آخه نمیدونید. نمیتونم من بگم. صحبت نمیشه. اصلا. خیلی رضا فکر نکنم بشه. حالا آرزو میکنیم بشه هرچی. نه هرچی خدا بخواد. اگه رضا بخواد خدا بخواد. درست. اون دوتا چی بود گفتی ممکنه بشه ولی نشه؟ اون دوتا اسمشون رو نمیگیرم چون میشه. اون دوتا میشه. به زودی میشه. آره. اون دوتا رو هم دوست داشتم ما. نه 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 ببین هر چیزی رو که قراره بشه بگی نمیشه، واسه همین بهتر نگی شد که شد. به جینکس اعتقاد داری؟ جینکس نیفته روش نشه. آره آره نمیشه. پلن بعدی تو به هر کی بگی به گا میره. ببخشید بچه ها فوش دادم. آقا من اینو اشاره کنم، بعضی هم میگه آقا چرا فوشا رو بوق میزنی تو یوتیوب؟ آره اصلا بوق نزن، چرا بوق میزنی؟ آخه گیر میده یوتیوب چون مثبت 18 نمیزنم ویدیو رو، اگه یکی ریپورت کنه پدرمو در میاد، میدونی؟ نه خب اون احمقه که ریپورت کنه. بعد اینکه خب آقا یهو پیش میاد دیگه، من چیکار کنم؟ نمیاد. کلماتی مثل بگا و اینا نمیاد، ولی کلماتی مثل که اینا رو الان بوق بزن، الان 4 تا میارن 4 تاشو بوق بزن مثل اینا همشون میادش، ولی بعضی کلمات نمیاد چون من خیلی تجربه دارم تو یوتیوب. بعد اینکه فوش انگلیسی ها حتما بوق بزن که کسی نمیده دیگه، ولی اونجوری نیست که تو فکر میکنیم اونجوری هم انقدر حساسه. آخه تو قوانینش نوشته که آقا مثلا فلان الفاظش هم رکیک و نمیتونید اگه مثبت 18 نیست ویدیو، مثلا مثبت 18 بود همه چی بگو کارت نرم بجز اون ان ورد بجز اون. ولی خب این همه موزیک ویدیو خارجی یا تو سر تو تای کلیپ فوشه اون زیرش هم موزیک ویدیو اون سن خورده توشی مثبت 18 دیگه. حالا سن خورده مگه تو فهم کنی به قول میلیون ها نفر زیر 18 یوتیوب اکانت میسازن، یارو زده متولد چندی زده 1980 50 سال ولی زیر 18 زیره.
اوکی، یه سوال آقا خیلی هست، تو بچه‌ها اینو کرده بودن، یعنی سوالو کرده بودن، میگفتن که اوایل کار تو چنگار و اینا میگفتی که داستان یه بیماری بوده، سرطان بوده، چی بوده داستانش؟ آره. توضیح نمیتونم بدم ببخشید، ولی نه ولی میفهمن، میفهمن خیلی زود میفهمن، ولی در این نمیدونم توضیح بدم. اوکی خب یه سوال دیگه کرده بودن، قبلا جوابشی داده بودی ولی جوابش زیاد بود، دوستش هم درباره این بحث کنیم، که میگن آقا چرا مسابقه راه نمیندازی، چرا استعدادیابی نمیکنی، چرا حمایت نمیکنی؟ میدونم تو این داستان تجربه تلخی داری، ولی دوستم ازت بشنویم داستان. ببین یکی این که هر کسی اومده یه چیزی رو شروع کرده، چه استعدادیابی، چه بخواد یکی آورده بگه که بیا تو تازه کاری کمک کنی، به فنا رفته. اولش که اکثری کسایی که اولش که همه که میگن ما استعداد داریم، یعنی من تا حالا کسی ندیدم بیا تو دایرکت جایی بگی من استعداد ندارم، همه هم میگن ما استعداد داریم. ولی اون موقعی که به خود ما شروع کرده بودیم، ما هیچ وقت نمیرفتیم بگیم ما استعداد داریم، تو رو خدا از اینجور حرف. ما آدم باید با کارش ثابت کنه استعداد داره، ولی به خدا من استعدادیابی گذاشتم. همین الانش هم کسی که داره کارا رو میکنه، یعنی 5 نفر رو ما آوردیم، 2 نفرشون مجانی، 3 نفرشون با پول، یعنی خیلی هم به همین الان هم تو اونجا هم به مشکل خوردیم. بعد اینکه اکثرا مثلا نمیدونم میدونی یا نه، مثلا به طرف میگی نمونه کار بفرست، یارو مثلا کار امینه میفرست. آره. یا مثلا اصلا یه چیز عجیب غریب، خیلی اشتباس. من هیچ وقت این کار نمی کنم، به خاطر اینکه هم تهمت بهت میزنن، میگن یارو داره پول میدزده. نمیدونم چرا این چیز تو ایران جا افتاده، یه نفر کمک هم میخواد کنه میگن دزده، کمک هم نخواد کنه میگن دزده. اصلا هر چیزی که با پول باشه ایرانی ها فهم میکنن، ایرانی ها یعنی از کسایی که میخوان خانندشن فهم میکنن. آمریکا مثلا چه خبر، فهم میکنن الان اگه آمریکا به دنیا میمدن مجانی میابردنت، همه کارتو میکرد. اونجا هم تو باید یه کاری هیچ بدیسای کمپانی بیاد با قرارداد بمنده بعد حمایتت کنه، ولی اینا فهم میکنن همه چی باید رایگان باشه. قشنگ عزیزم تو بیا، من واسه ویدیو کلیپ میسازم، از کانالای معروف پخش میکنم، پخش از رادیو، همه چیزا با من. بعد من قشنگ مثلا آلبوم میدم، ویزا میذارم، کلی هم میدم، یه دور میدم هم. من نمیشه که مگه مسخره بازیه؟ خب مثلا چه چیزی امکان نداره، به خدا هیچ جای دنیا اینجوری نیست. نمیدونم چرا اینجوری فکر میکنن. تو باید خرج کنی. حالا اگه یکی داره استدیو میکنه باشه، با هزینه کمتر، قبول. ولی به خدا نمیشه. او بحث خرجی یه طرف، حالا فقط تو باید زمانت هم خرج کنی. طرف اومده با یه آهنگ یا یه فری استایل، نهایت یه دونه فری استایل. آره. آقا اما حمایت کن، آقا تو برو یه آلبوم بده. آره. همون تو یه آلبوم بده، 50 تا آهنگ، چه حالا 50 تا نه 20 آهنگ بده، 4 تاش خوب باشه. روز اول اومده یعنی چی؟ بعد حالا مثلا طرف میاد میگه آقا من حمایت کنم، بعد خودش کوچیک‌ترین حمایتی که مثلا از یکی مثلا میتونه بکنه اینه که منو فالو کنه. من حتی فالو نداره، یعنی تو حتی مثلا حاضر نیستی با یه فالو از اون شخص حمایت کنی، بعد مثلا طرف بیاد کارتو پخش کنه، به عنوان استعداد معرفیت کنه، و مثلا یه نفر میاد واقعا پشمه آدم میریزه، مثلا جدیدن بچه هستن مثل چرسی، مثل کیارب، اینا آقا اینا خب واقعا حمایت دارن، دارن کار میکنن. کسی اینا جدیدن. آره جدیدن، بچه ها نسل 4 هن، خیلی ها حمایت، مثلا شرمین رادفر ازشون حمایت کرد خیلی ها دیگه. چرا؟ چون آقا کارش خوبه طرف، میدونی؟ آره که کار خوب باشه چرا حمایت نکنن واقعا. آره ما کار خوب باشه حمایت میشه دیگه. بعد جالب اینه که موزیک هم میدن، مثلا موزیک میدن کسی گوش نمیده، میگن که مردم شعور ندارن، یعنی موزیک ما مردم شعور ندارن، ما موزیکمون هیته، ما استعداد عالم، ولی مردم چی شعور ندارن. آره دیگه مردم نمیفهمن دیگه. بعد اونی که طرفدارش زیادن یعنی طرفدارش همه بیشورن، میدونی؟ همه بدن به جز اونا. خلاصه که اینم بعد یه اصلا فرهنگ خیلی بدیه، ولی خیلی داره بهتر میشه. قدیم خیلی بدتر بوده، الان داره خیلی بهتر میشه. به نظر من همیشه هر سال داره فرهنگو بهتر میشه، رو بعضی چیزا هم بدتر میشه، ولی خب فکر کنم به مرور زمان این قضیه درست شه، قضیه استعدادیابی. چون ایران هم اونجوری نیست که طرف بیاد کلاسای آموزشی بذاره، مثلا حالا شاید مثلا تو آهنگسازی چیز کرد، مراتیدن و خشایارسار کردن، پیشرو هم جدیدن رپ گذاشته، چیزم پدرام پلاس هم برای رپ گذاشته بود چند بار، ولی خب کمه تعدادا. تعداد کمه بخاطر اینکه پولیه دیگه. آره کلاسا کمه، هم کلاسا کمه هم تعداد کسایی. مالی مثلا ما داشتیم پدرام پلاس کلاس گذاشته، چند تا دو سه نفر هم اومدن ازش، پیش رو هم که سیون فکر کنم کلاس شروع میشه دیگه. ببین ما یه نفر بوده بهش گفتیم برو آهنگ ضبط کن، رفتی با میکروفون گوشی موزیک ضبط کرده فرستاده، یعنی حاضر نیست واسه یه آهنگش بره استودیو. بعد میگه که من پول ندارم. بعد بهش میگیم چی شده، میگه من ایران سخته دیگه، ما پول نداریم. خب اصلا نمیدونم چی بهش بگم. باشه خب ایران سخته، اصلا باشه تو پول نداری،
پس برو دنبال پول دیگه، اول برو دنبال پول بعد بیا دنبال راه. بعد اینو بهشون بگی ناراحت میشن، میگم برید گم شید، شما همه تو پول پرستید. آقا یعنی چی؟ یعنی چی من پول پرست؟ باشه توقع داری یه موزیک تو پول استودیوشو من میدم، خب دادم، سومیش چی؟ سومیش تا آخر چی؟ یعنی تا آخر تو بشین اینجا بگی من پول ندارم برم استودیو؟ بالا به خدا من یه بار من میرفتم سر کار صندل فروشی میکردم خیابون پیروزی، خیابون پنجم نیرو هوایی، سر نفشش صندل فروشی خیلی معروفه. من اونجا صندل، اون موقع موامم امو بود که حتی صاحب کارم بهم گفت موهاتو نزدی فردا گم شو نری سر کار. موامو گفتش اونجا همه دختر میدن. بقول ما میرفتیم یه ما کار میکردیم، دو ما کار میکردم، میرفتم چیز آهنگ ضبط میکردیم. من از حمید نفی بپرسی من سر آلبومم با بابام رفتم، یعنی انقدر بچه بودم با بابام رفتم. بابام گفت به حمید نفی گفت بیا آلبوم واسش بمندی، من واسش تکست بردم، همین پولامونو قسطی بهش میدادیم به حمید نفی. یعنی اینجوری بود. نمیشه که تو بگی من پول ندارم بخاطر اینکه ایران تخمیه. ایران که تخمی از همه میدونیم، خیلی هم تخمی، ولی خب دیگه نمیشه این کارو دلیل و توجیه کنی که من استعداد دارم ولی پول ندارم نمیتونم بیام بالا. نه با خیلی هم پول نداشتن اومدن بالا، برید تاریخچه هاشونو بخونید ببینید چجوری اومدن بالا، کفتون میبود. دقیقا. حالا مثلا خودت هم تا اونجایی که آمدم جزو کسی هستی که نه تا حالا مثلا با کسی فید دادی اونجوری، نه تو لیبلی رفتی، خودت تا اینجایی که هستی خودت اومدی دیگه. آره درست. یعنی خب پس میشه، یعنی تو یه مثالی هستی که آقا میشه. آره 100% میشه. فقط همت میخواد دیگه که متاسفانه خیلی ها ندارن. خب آقا یه سوال خیلی چیزتر فنیتر، 100% زتا یعنی چی؟ ببینید 100% زتا یعنی زنده با تمام اعتقادات. من دو بار این شعار خودم رو زیر سوال بردم. درست. کلن ببین مثلا اگه کسی، اکثر کسی که خیلی آهنگای من رو دنبال میکنن به من میگن زد و نقیزی، یعنی مثلا یه حرف رو میزنی یه بار یه حرف دیگر رو میزنی، به خاطر اینکه من از نظر مغزی بیمارم. شاید بخوای جدی دارم، من واقعا جدی میگم، من هر روز تمام افکارم تغییر میکنم. یعنی شاید یه روز صبح پاشم انگار جاروبرقی هیچی رو مغزم یه جوری دیگه فکر میکنم. ولی اینکه زنده با تمام اعتقادها رو همیشه بهش اعتقاد دارم، 100% از اعتقادم یعنی همین. مهم نیست تو چه اعتقادی داری، فقط به اعتقاد شخص مقابلت احترام بذار. ولی این دلیل بر این نمیشه که من سعی نکنم اعتقاد تو رو تغییر بدم. حتما نباید تغییر دادن اعتقاد تو با بی‌احترامی به اعتقاد تو باشه. نمیدونم منظورم میفهمی یا نه. من سعی میکنم اعتقاد تو رو تغییر بدم در این حالی که به اعتقاد تو احترام میذارم، ولی بدون بی‌احترامی به اعتقاد تو رو تغییر میدم. جمله خیلی اعتقادی شد. به معنی فهمیدم، یعنی اینکه آقا مثلا من میگم خدا نیست، تو میگی خدا هست. من بعد بگم آقا عقب مونده، چرا میگی خدا نیست؟ من سعی می‌کنم آقا جملاتم تو رو تغییر بدم. آره بعد بگی به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل خدا هست. من قانع میشم درستش همینه. آره ولی خب یه جور دیگه تو جامعه ما جا افتاده، تو غلط میکنی خدا نیست مثلا اینجوری. نه ایران که اصلا خدا نیست، گم شد چوبه داره تو لازم شوری. آره آره دیگه. خب آقا می‌خوایم داستانو ببریم سمت خب اوکی خدا بله کرد. خب می‌خوایم، من حالا چیزی گفتم اما من فکر نمی‌کنم خدا نیست. حالا نهید داستان خدا الان میگه شیطان پرست. این آره شیطان پرست. نه از این داستان حالا اسم واقعی چیه؟ من هیچ وقت آرام. آرام آرام بعد آخر فامیلی ب داره، اول فامیلی ب داره، اول فامیلی ب داره. خب فامیلی تو ولی نگو تو فیلم. اوکی آره اسم خیلی قشنگه. قربونت لطف داری. این اسم من قرار بوده طوفان بشه. این حالا برای بچه‌ای که مثلا مخاطبانه اسم من قرار بوده طوفان بشه. من خیلی معمولا طوفانی و شلوغ و سرصدام. دیگه دقیقا 90 یهو شده آرام که ببین آخه اسم تو از این اسماست که هم دختری هم پسری. اسم مثلا داداش من شروینه، شروین هم اسم دختر هم اسم پسر. دیگه از پیامبر بالاتر داریم، اسمش اکرم بود یا پیامبر اکرم بود. یه داری سیاسی میکنی حالا. نه سیاسی نیست. آقا فکر کردم اسم تو پرسیدم یه ذره مثلا چیز معذب شدید. خواستم بگم اصلا نسبت به اسمت معذب نشو، خیلی هم اسمت قشنگه. بابا من برای چی باید معذب شم؟ اتفاقا من اصلا این معذب بودن و تعصب و اینا اصلا اعتقادی ندارم. آقا من همینم که هستم، بعدم ببخشید، خوبم، دمتون گرم. چیکار کنم؟ خب ببین میخوایم داستان رو ببریم، میخواییم داستان رو ببریم سمت پرهاشیه ترین داستانی که تا حالا داشتی. حالا خیلی ها رو تو آهنگا جای مختلف دیست کردی، از جاستینا بگیر تا بقیه. نه جاستینا نبوده، اون جاست اینا بوده. مطمئنی؟ جاستینا میگی ها؟ ببین من با جاستینا دوتا فیت دارم، من واسه جاستینا خیلی احترام قائلم. ولی آخه اون آهنگا قشنگ آدم جاستینا میشنوه، جاست اینا نمیشنوه. نه این چیز بوده،
کرم ریختن رو کلمه بوده. اوکی پس کاری به جاستینا نداشتی؟ نه جاستینا خب خیلی خوبه دخترم، خوبی من چیکار دارم به جاستینا؟ آخه این داستان مثلا امیرعلی ایتو هم داشت که مثلا توی یکی آهنگاش گفته بود چقدر برای سوگند این داستان شده بود. حالا اونو خودش اگه بتونیم باز کنیم فکر کنم دروغ بود، فکر نکنم همین جوری کلمه بازی گفته بود. اصلا به شخصیت سوگند اصلا نمیخوره چه یادمش، اصلا به خود امیرعلی هم نمیخوره که از این کارا. نه اصلا یه کاپل خیلی خوبی هم، من خیلی هم دوستشون دارم. امیرعلی نه، یعنی کاپل چی سوگر فام اسمش چی بود؟ آخه زخمی هم امیرعلیه، اسمش شوهرش چیه؟ اونم امیرعلی آفرین میگم زخمی. زخمی آره اینا خیلی خوبه. تو رو گفتم آره اون موقع که آخه نبودن با هم، اون موقع اصلا مال کیه؟ مال 9 سال پیش این داستان ویدیو داره. ولی دلیل وای نمیشه که یکی تو آهنگ بگی من ببینی واقعا اتفاق افتاده. آره دیگه. و خب حالا بشه با خودشون اصلا منم جنیفر لوپز اتفاق افتاد. الان یولیا از اتاق میاد جرم میده. آره دیگه خلاص، حالا ولش کنیم داریم زیاد تو این بحث الان دروزی که چیز نشه. آقا میخوام بریم تو حاشیه ترین داستانت دیگه که یه دیسترک دادی. آفرین. یه دیسترک دادی بعد حالا درباره همون چون برنامه خودمونم خودت دیدی کامنت گذاشتی، من میخوام درباره اونم توضیح بدم چون من سرم خیلی فوش خوردم. داستانی بود که من به خودت پی ام دادم جواب ندادی. من دو ماه قرار بود اونو بسازیم اون برنامه رو. تو بعد پی ام دوران بهم پی ام دادی. دوران عصبانیتم بود. خب ببین هی پی ام میدادم بعد مثلا سه روز بعد پاک میکردم دوباره همونو میدادم، هی دوباره همونو پاک میکردم که مثلا چیزت پر نشه، دوباره همونو میدادم بعد جواب نمیده، خرسم جواب نمیداد. بعد از چند تا از دوستا مثلا بچه‌ای که اون پشتم پرسیدم، حالا یه سری داستانا میگفت، بعد دیگه گفتم آقا چه کسی بهتر از مثلا بهزاد لیتو که مثلا دیگه داری خودت داره تو اون وایس میگه که بهزاد لیتو برام نوشته دیگه. من رفتم به بهزاد باهاش صحبت کردم، گفتم آقا برای خرسه تکس نمیشی تا حالا؟ گفت نه. بعد گفتم هیچی، گفتم من تا حالا واسهش تکست ننوشتم. بعد چیز کردیم بهش گفتم خب این داستان پوتک چی که مثلا با پوتک داشتن حالا با خلسه در ارتباطی و اینا؟ گفتش که آقا این صدا خلسه نبوده. نه صدا خلسه بوده، من قشنگ واسه توضیح بدم الان کامل. حالا آره خب من اینا رو بگم که حالا اون فوشایی که ما خوردیم حالا هره. من این چیزی که چشم دور الان ببخشید این فکری که من کردم، آقا تو اگه مثلا اینجا لایک کشیده باشی که نمیای بگی من لایک کشیدم به من، درسته؟ از اونورم خرسه اگه خودش باشه من بخوام چیز کنم که نمیاد بگه خودم بوده. برای همین از بقیه هم پرسیدم، بقیه اینجوری گفتن. و حالا بعضی هم البته میگفتن کارت فان بوده، من گفتم نه بابا کار پوریا فان، مثلا میگفتن الکی اومده مثلا فان درست کنه که بخندیم، گفتم نه بابا نه فان نبوده. آره. فان نبود. حالا توضیح بده اینو خودت. ببین یکی این که همه فکر میکنن اون کسی که داره با خلسه پشت تلفن حرف میزنه منم، اون من نیستم. اون اصلا من نیستم. صداش خیلی شبیته. شانس ما شبیه بود ولی واقعا اون من نیستم. دو این که اون کسی که داره صحبت میکنه خلسه است. واقعا خلسه است. سه این که خلسه همه تکستاشو خودش مینویسه. واقعا خودش مینویسه. بعد مطمئنم باشید خیلی هم تکستاش قویه که هیچ کس میاد میگه بیاین اینو بگیرید ازش استفاده کنید. واقعا تکسه که می نویسه قویه نسبت به سبک خودش، نسبت به سبک من نه، نسبت به سبک مثلا کسی که مثل من اونجوری اجتماعی تر بخونه نه، نسبت به سبک خودش خیلی قویه. بعد ولی اون تیکه از شعرش رو شاید لیتو نوشته، میفهمی؟ یعنی اون تیکش تو یه تکسی می نویسی مثلا با یه خواننده معروف، داشتن تو خواننده معروف دیگه مثلا بچه ها بدین آقا این تیکه تکست بده حذف کن، ولی لیتو مثلا شاید اونجا گفته یه فعل بده مثلا اینو گذاشتن، اونا بیچاره داره میگه اون تیکه تکسمو این نوشته، یعنی تکسای خرسه رو خودش می نویسه. اونم یه آخه تو وایس اینجوری میکنه میگه من تکسامو اصلا خودم نمینویسم، یعنی تو وایس صدا نه مینه. این نیست داره بهش میگه جک رو یخیل مثل تایتانیک یعنی چی؟ آره میگه اینو میگه من ننوشتم تکس منو لیتو نوشته. بابا تو خودت گوش یادت نیست یادم بابا تو وایس قشنگ میگه، تو وایس قشنگ میگه که میگه من تکسامو اصلا خودم نمینویسم، اینا رو اصلا بزار لیتو نوشته، صداش هم همینجوریه، اینا رو برام بزار لیتو نوشته، از خودش میتونی بپرسی. من سر همین آخه مثلا من میگفتم آقا مثلا خلسه صاحب سبک حالا تو تکس، حالا کار نداریم هر کی یه نظری داره، صاحب سبک تو تکس نمیشه. بابا نه تکس نمیشنش قویه بابا. آره من رو همین این مثلا اشکال داشتم، اون تو هم حالا نظریه تو میگفتم چقدر فوش خوردی. آقا نه ببین اتفاقا تو یکی از کارهای خوبی که تو ویدیوهات رعایت میکنی زیاد طرفدار کسی رو نمیگیری، سعی میکنی همیشه صدا به نظر من اون موقع هم شاید اشتباه کردی، تو هیچ وقت نباید توی بیف یا توی جریان دو طرفه طرف کسی رو بگیری، اگر نظر تو میره سمت یه طرف دیگه نباید بگی. به نظر من ها، به نظر من یه مجری نباید بگی که من طرفدار اینم طرفدار این نیستم، تو باید طرف همه رو بگی، طرف حق باشی، واسه همین شاید فوش کردی. برای اینکه فوش کردی که کلا نه بیخود بون اشتباس، من نمیدونم چرا هر کی اتفاق میفته باید فوش بده، خیلی راحت میتونه نظرش رو بگه. حالا این ولی اوکی. من به عنوان کسی که اون کارو کردم دارم میگم خلاص، دکسش خودش مینویسه،
شاید اون آهنگ لیتو نوشته، شاید اون بیت لیتو نوشته، ولی تکستش خودش می‌نویسه. اونم فقط یه دیس بوده. دیس هم باید حتما یه چیز خفنی باشه که جذب کنه، که خدا رو شکر جذب کرد. آره خب حالا همین بریم تو چیز، میخوام برم تو داستان. یه سری تیکای خیلی حالا از لحاظ لفظی خیلی بالا، یعنی لفظای توپی بوده، ولی اینو خیلی هم میگن آقا واقعیت یا نه این داستانا چیه؟ مثلا میگی چی 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 مدرک ماه گرفتگی پشت پای چپش، مثلا این مدرک ماه گرفتگی پشت پای چپ تو آلبوم جدیدم هست، ویدیو کلیپ هم هست میبینید. خب چیه داستانش؟ یعنی همچین چیزی بوده واقعا یا همین قافیه؟ ببین موزیک ویدیوش میاد میبینید دیگه. موزیک ویدیوش هم اتفاقا آخر آگوست قرار استارت بخوره، بعد اینکه اگه الان بگم همه لذتای اون آلبوم از بین میره، مثلا اون ترک خیلی واسم تو چیده، ولی مثلا نمیتونم باز کنم قضیه رو، ولی اون چیزی نیست که تو فکرت الان، شاید مثلا تو فکر مردم باشه که الان پوریا میخواد یه مدرک خفنه، اونجوری هم نیست، ولی میاد میفهمید تو موزیک آکی. ویدیو اوکی. آقا خب در مورد هیچی ولش کن بگو. نه چی بود بگو. نه هیچی آقا یه چیزای دیگه هم تو آهنگ گفته بودی، اون یه تومنت رو بیا بده، اون چی بود داستان؟ خب یه میلیون تو آهنگ میگی بیا یه تومنت رو بده، آخرش تو آوترو میگی خب یه تومنش رو باید بده نباید بده؟ خودم یه تومن، یه تومنی چی؟ خب چیه داستان؟ الان که دلار دیگه رفته بالا، اون یه تومن شده 30 دلار. و چی بوده داستانش؟ اینا چیه مثلا؟ چی بوده؟ ببین ببین من الان بخوام این قضیه رو توضیح بدم، خدایش خیلی دیگه هاشید. ببین مثلا یه پشت پرده ای داره از اون بر تو تهران و تو یه سری استودیوها و کارهایی که اتفاقایی که افتاده. من الان باید یه بس یک ساعته رو بکشم وسط، به خدا نمیارزه اگه بخوام توضیح بدم. بعدش هم مثلا حالا بیا 2 ساعت اونا خرسم که دیگه همتون میشناسید. مثلا الان آرومه، شب گل میکشه میاد گیر میده به ما، منم حوصله هاشیه دیگه ندارم، باز مردم بریزنیم برای همین ولش کنه این قضیه، هم ولش کنه، ولی واقعیت داره، واقعیت داره. داستان علی آل نور چیه؟ مصاحبه تو خیلی هاشیه ایشه به گاه میریم همه. داستان چی؟ علی آل نور. آره ببین حالا من اینو بگم، بعضی با هم میگه آقا تو چرا همش دنبال اینا؟ ببین آخه یه سری چیزا هست، من مثلا آقا من که طرفدار رپ هم فلان یا خیلی دیگه، آقا چرا اینو گفتی میدونی؟ یا آقا مثلا یکی میگه آقا برای قافیه گفتم، تو انجام میدی، تو سوالا رو داری میپرسی، باید بری پی آشیا. آره آقا چرا مثلا، آقا چرا میگی مثلا اون داستان علی نل نورو که میگی اون ته، که حالا اون موقع هم یادم دعواشون شده بود وایساشون مثلا فوش دادن، اون چی بوده مثلا که تو آهنگتن گفتی؟ ببین علی نل نور خیلی از سپر وایس داره، وایسای خفن، ولی وایس بخش کردن زشته ناموسن، خیلی زشته، خیلی زشته. ببین یه چیزی بهت بگم، ببخشید، ببین من اصلا به عنوان کسی که این پشتم مثلا با خیلی ها حالا مثلا در ارتباطیم و اینا، خب با خیلی بچه‌ها میشینیم و حرف میزنیم در مورد خیلی از داستانا، مثلا طرف من وایس میده اینا، مثلا رسانه‌های دیگه الان هستن، چون همین کسایی دیگه اسمشون نبرم چون بزرگتر الان گیر بدن به ما، که میان آقا وایس طرفو پخش میکنن، آقا چه کاریه مثلا؟ طرف من اعتماد کرده اومده حرف زده. من خیلی از این کار من، چه آرتیست باشه چه برای رسانه های ما که خیلی مسخره شدن قشنگ، طرف هر کی مثلا یه رسانه ایکس 10 تا رپر رو دوست داره، تو اون یک سال از اون 10 رپر پست میذاره، بعد جالب اینه که فقط هم در پی تخریب رپرهای دیگه است. فکر کنی چرا یه رسانه مثل رادیو جوان میاد میترکونه میشه بهترین؟ تو تا حالا دیدی رادیو جوان پست حاشیه‌ای بذاره؟ تا حالا دیدی یه پست به 4 نفر برینه 4 نفر رو فقط بیاره بالا؟ یا کلا به اون شخص کاری نداره 10 نفر رو میاره بالا فقط رو اونا زومه؟ ولی رسانه دیگه رو ببین همشون دنبال، البته شاید با نظر شاید با من موافق نباشی اصلا، رفتی به ببین رسانه، منظورم رسانه تو نیست، تو که در اصل یه رسانه نیستی، تو یعنی یه رسانه ای ولی اونجوری نیستی که مثلا بخوای، تو بیشتر داری حاشیه‌ها رو رسانه میگی. به تعریف ایران آره. فرق داره داستانش آره. تو داری فقط بیان میکنی بدون اینکه طرف کسی باشی، ولی رسانه ما تابلو همه طرف یه نفرن. هم. مثلا نمیدونم یه رسانه، یه مثال بزنم؟ آره بزن. رسانه هیپ هاپ کلونی که صاحبش منیجر نیموشه و مثلا ببین این اصلا کاری به حواشی نداره اصلا، یه موقع یه داستانی بین خلسه و میام خلسه بین خلوت و نیموش پیش میاد، اینا یه ویدیو درست میکنن، تو ویدیو 10 دقیقه طرف داره حرف میزنه، 10 دقیقه نه این تقصیر نیموش نبود، نه این تقصیر نیموش نبود، نه این تقصیر نیموش نبود، خلوت اینجوری که خلوت اینجوری که خلوت اینجوری که آقا این یعنی چی؟ یعنی مثلا تو رسانه تو این مثلا 2-3 سالی که حالا من اینا رو میشناسم، حالا 1 سال خورده نزدیک 2 سال، 50 تا دیس به نیموش اومده، یکیشو پخش نکردن،
میبینی؟ بعد خب آقا یعنی چی مگه رسانه نیست؟ هیپ هاپ کلونی خیلی کارهای خوبی میکنن. قاب دارن، قاب دارن اینستاگرامشون، یعنی هر پستشون یه قاب به خصوصی داره. آره. بعد خیلی ببین خیلی پست خوبی دارن، نقدشون حرف نداره یا چه میدونم نظرات مردمیشون حرف نداره. آره ولی همین یه کار یعنی ریدن. یا مثلا یه کار دیگه، ببخشید حالا من باز اینجا یادم افتاد، داغ دلم تازه شد. طرف میاد آهنگای بقیه رو پخش میکنه، مثلا آهنگ از رپ فارسی پخش شده، لوگوی رپ فارسی رو پاک کرده. نه این کار خیلی زشته. لعنتی یعنی چی؟ نه با خود اینا هم نمیکنن. من خودم دیدم رپ فارسی آهنگ از رادیو جوان میذاره، لوگوی رادیو جوان داره. رادیو جوان آهنگ از رپ فارسی میذاره، لوگوی رپ فارسی. خیلی این کارا مسخره. اصلا پاک کردن نیست، مسخره است. یا نذار یا میذاری مثل آدم بذار. بعد تازه مثلا اون لوگوی مثلا اون طراح هم پاک کرده بود، تو به اون چی کاره؟ مثلا طراح کاور هم لوگوشو پاک کرد، خیلی زشته واقعا. میخوان بگن آفیشیال از سایت ما پخش شد، ما پول دادیم اینو خریدیم. بر رپ فارسی از دارم رسانه خوبی نیست، ما پول دادیم اینو خریدیم. دقیقه خیلی زشته. خب بشین من نمیدونم با هم دوست باشم خیلی بهتره. مثلا رسانه با هم همکاری کنم میدونی چقدر خفن میشه. قدرت رسانه ها میره بالا، اون موقع است این رپرا به فاش میرن. نمیدونم چرا این کار رعایت نمیکنن. آره آقا 10 تا مخاطب من دارم، 10 تا مخاطبمون با هم کار میکنیم، نهایتش از هر کدوم 7 تا میان میشه، باز میشه 14 تا بیشتر دیگه. میدونی چی میگم؟ همین دیگه. یه چیز بدی که ما ایرانی ها داریم، اما موفقیت هم و بالا آمدن هم ناراحت میشه. حالا شده کسی رو نقد کنی، مثلا کسی رو نقد کنی، نه کسی رو نقد کنی ولی بعدها یه آهنگی بده خوشت بیاد؟ صد. ببین من قدیم خیلی تعصبی بودم. خب یعنی تعصب چند تا خیلی اشتباهه. آره. منظورم همینه دیگه. یعنی تعصب الان دیگه نداری؟ یعنی نه من فقط ببین من طرفدار رپم، یعنی رپ خوب به من، اصلا رپ نباشه نمیتونم زندگی کنم. من صبح پا میشم یه هدفون دارم میذارم 3 ساعت رو تختم با این هدفونه تا بتونم از تخت بیام بیرون. خودت نمیخونی؟ دنبالش نبودی؟ چرا خودم هم هستم، حالا خبرهای به زودی شاید اومد. ولی خب من بیاد سعی کن سریعتر انجام بدی. ببین شاید باور نشه من دفتر صد بگ تکست دارم، ولی خب حالا نسبت به شرایط و اینا فعلا زمانش نیست. ولی کن حالا نریم خارج نشیم از این بحث. من عاشق رپم، خیلی هم بوده که مثلا بعدم میومد ازشون شروع کردن، الان واقعا طرفدارشونم. و رپی که آقا آدمو ارضا کنه من حال میکنم، یعنی رپو گوش کردن بعد عشق بده واقعا به انرژی میده. خب دیگه من چقدر بخص اومد سمت من مصاحبه تیک. نه اوکی بگی تو بعد از خودت هم بگی تو ویدیوها، چون همه حتما نباید راجع به ما باشی. بعضی دوستان در مورد خودت هم بدون واقعا خواستم بهت بگم یه ویدیو بساز کلا راجع به خودت بگو، چیکار میکنی صبح پا میشی، مثلا برو بیرون از خودت فیلم بگیر. جدی میگم یه بارم زندگی روزمره‌ت بگو، یه تغییری بده رو چیزت. اوکی. یه همش حاشیه هم خوبه ولی اینم باشه خوبه. آره بلاک تو راجع به خودت هم بگو. اوکی آقا النیوره رو رد شدیم ازش. آه. تو گفتی وایس داره ازش. آره علی بوده. ما با علی قرار بود سری کارا کنیم که کنسل شدش دیگه. یعنی بیچاره از طرف علی نبود، از طرف من بود کنسل شدش. کلا دارم میگم بیار علی از هر همه آتو داره اونجوری که خودش میگه. حالا نمیدونم داره یا نه، ولی بعضیشو بهم نشون داده بعضیش هم نه، که اونم به خاطر اینکه همین حرفی که تو زدی و بهش رسیده، اینکه وایس کسی رو پخش کنه و عکس کسی رو باش، واقعا کار درستی نیست. مثلا الان سال 2020 دیگه داریم زندگی میکنیم، زشت شده. واسه همین اونم دیگه کاری نداره به این کارا. بابا شاید باورت نشه، ببین من وقتی این کارا رو میکنم انقدر هستن میان برای من عکس فیلم کتک خوردن فلانی تا حالا بعد پخش به من میگه پخش کنم، میگم بابا من فیلم کتک خوردن اینو پخش کنم که چی؟ آره واقعا چی؟ یه دعوایی بوده بینشون تموم شده رفته، یکی میزنه یکی میخوره دیگه، من اینو پخش کنم که چی؟ مثلا بحث خصوصی من بیارم چی؟ خیلی واقعا این داستان زشته. نظرم خدا کنه که واقعا اینا رو نداشته باشیم. آقا تو این داستانای جدید بیف و بیف کشی، دیس و دیس کشی که هست الان تو رپ، زد بازی و ملتفت، بیشتر به کدوم نزدیکی؟ فکر می‌کنی حق با کیه؟ چجوری داستان؟ حق با هیچ کدومشون نیست. جدی دارم میگم. چون اون چیزای قدیمیه. بابا جفتشون خوبن. جفتشون هم خیلی عالی و خفنن. نه احساس می‌کنم بیشتر نمایشه. من این احساسو دارم. پرومافیزه یعنی. آره من احساسو دارم، وگرنه دلیلی نداره آخه. آخه جفتشون هم خوبن و آخه بحثاشون هم سر چیز اشارت بود. فقط میدونی یه چیزی که من اصلا اینو درک نمیکنم، به خدا طرفداری کسی رو نمیکنم، چرا وقتی یه گروه بعد از چند سال برمیگرده یه ترکش باید دیس باشه به یه کمپانی، به به صامت، به نمیدونم به ملتفت؟ من اصلا اینو نمیفهمم. آخه چرا وقتی یه گروه برمیگرده یه ترک کامل و دیس؟ این چیزی نیست جز نیاز به بازدید؟
من اینو فقط نمیدونم. ببین آخه داستان آخه از اول نگاه کنیم، اول بچهای ملتفت شروع کردن، اینا جواباشونو دادن دیگه. دقیقاً اونورم هست. یعنی اونا چیکار کردن؟ چی گفتن؟ ببین اونا که با هم خوب، اصلا خوب بودن با هم. حتی من یه سری چیز دارم که قرار بوده فیت باشه، یعنی دارم مدارکشو که فیتی قرار بوده باشه که بین مثلا حالا مثلا سهراب و ام جی، میگم سهراب و ام جی، سهراب و ام جی هیچ کس، یکی دیگه هم بوده. بعد حالا یعنی در پس اگه اینجوری از اینا که تو میگی پس نبوده نمایشی دیگه، حتما بین خودشون بوده اونا اوردن. آخه ببین داستان من حالا نمیتونم تعریف بگم چون مطمئنم طرفدارم اون شخص خاص چیز میشن. حالا یه داستانی بوده، یه فیتی بوده، قرار بوده مثلا خفن ترین فیت اصلا تاریخ ایران میشده اونجوری که اشخاص توش بودن. بعد یهو دقیقاً هم چند وقت قبل مجاز بود، مهدیار میاد انتقاد یه شخصی به اسم بهروز که یکی از منتقدای توییتری رپ فارس، الان هم یه سری پادکست اینا داره در مورد اونا نظر میداره. آره اومد یه چیزی شیر کرد که آقا سهراب حکومتیه، سهراب شرکت داره، سهراب فلان شده. چرا سروشیش که از اینقدر وابسته است به آهنگسازش که یعنی یا آهنگساز باید یه تأثیری بذاره که یکی از فیتای بزرگ از مردم گرفته شه؟ دقیقاً دیگه. حالا اون چیزی که من میدونم از مثلا از منیجرها اینا اینه که فیته بوده، بعد اینجوری حالا سر این داستان از بین رفته و از اون برم مهدیار میاد ریتویت میکنه توییت بهروزو و بعدش هم چند تا انتقاد خودش میکنه. مثلا چیز می‌نویسه که دیگه جی جی و سهرابم میان آقا چه خبره و اینا. آها همون حکومتی، قضیه حکومتی. آره حکومتی از اونجا اومد دیگه که بهروز میگفت. حالا داستانی که بود بارها گفته سهراب که من شرکت دارم، حالا نمیدونم دیگه اون گفت اینا حکومتی هن و دیگه عکسش تو حلبچه بود و چه میدونم تو کجاست راهیان نور و تو تلویزیون نشون شده. نمیدونم واقعا، نمیدونم راجع به این بحثش نظری ندارم، اصلا مشکل خودشونه هر کاری میخوان. اصلا خیلی عجیب غریب بود، من نمیدونم حالا اون فیته اونجوری که اون فیته رو، یعنی اون فیته اگه میومد دیگه اصلا حالا هر چه قدم فدایی هم بود تو اون فیت. نه فدایی نه، اصلا اون فیت فیت نبوده. ببین اون فیت اگه می اومد اثرش 17 برابر 18 برابر این درگیری ها بود. حالا چرا اینجوری شد من نمیدونم دیگه نمیدونم، تو همینجا شما فقط میدونید. حالا کنه یه روزی بیاد دیشتی فکر نمی کنم چون نه بابا از این اتفاقات فیته... یاد افتاده فکرم کن اتفاقا شاید اصلا این اتفاقات بیاد هم... فیته بدتر هم بگیره خفنتر هم بگیره. اون یکی شخصا که توش بود توییت کرد چند وقت پیش که حالا یه ربطی داشت که آقا مثلا نمیشه فعلا فیت بدیم با این شخص اینجوری. حالا این بود دیگه. پس فکر میکنی که حرکت زد بازی که یوهو بعد این همه سال بیان یکم توجه بوده، توجه میخواستن ولی نیازی به توجه ندارن اونا. الان رسانه ها میگن همین تیکه حرف منو میذارن، میگن آره فوریا پوتک راجع به زد بازی نمیدونم چی گفت مثلا اینجوریه اونجوری هم، ولی کارشون از نظر من منطقی نبوده چون بالاخره اونا دارن دیگه طرفدارای خودشونو دارن و خیلی هم زیادن، کاری غیر از آخه کمک میکنه. آخه من تو یکی از ویدیوهام گفتم پروموفیس در صورت کمک میکنه. 100 نفر حالا از طرفدارا اونور میان که ببینن تو چی گفتی، نه مثلا یه درصدش میاد بازی دیگه. که دیگه خواننده برو عادی که نیستش، از همه کسایی که مثلا اونایی که خواننده دیگه هم دوست دارن میان آهنگشو گوش میدن. نمیدونم واقعا نمیدونم، هیچ نظری ندارم در این مورد، فقط امیدوارم اون فیتی که میگی یه روزی بیاد بیرون چون رپ فارسی نیاز داره. ببینید چقدر آمریکایی‌ها خفن با هم فیت میدن، مثلا آدم کفش میگیره. اون وقت ایرانی‌ها سالیان سال فیتای تکراری نمیدونم دقیقاً دو نفر با هم خوبن، آره همونا با هم تا آخر عمر فیت میدن. دقیقاً میدونم چی میگی. آقا راستی یه چیزی، حالا ما دیسو بررسی کردیم، حالا تیکای که بود ولی کامل درگیری بررسی نکردم، من داشتم یادم میرفت بحث اینقدر چیزیو. آقا سپر خلصه شما یه ویدیو از خود گذاشته بودی و اگه درست بگم سپر خلصه من زیرش نمیش که تبریک میگم اولین رپر گی ایران. آره همینجوری. و آره و درگیری پیش اومد. اول این قبل درگیریه دیگه. آره؟ آره این اول داستانه دیگه. اول این اتفاق اومد بعد داستان شد دیگه. خب بدونم قبلش با هم درگیری نداشتین، شروعش این بود و اینم بگم یه سری اسکرین شات آورده بودن، حالا نمیدونم فتوشاپ بود چی که شما با خلصه از قبل هماهنگ کردین. نه ببین قضیه اینه که یه پیامی میاد به من، خب از قضیه خیلی یه نفری پیام میده میگه که با اسم سپر خلصه، من اول فکر میکنم چرت و پرته چون از این پیامو زیاد میاد در مورد اینکه تو آلبوم یادگاری یه مثلا همکاری با من باشه. خب بعد من وایس میخوام، وایس میفرسته میبینم خودشه، قبول همکاری باشه، بعد یهو میاد این کامنتو میذاره
حالا من با اینو بگم تهمت نمیزنم، وایسی که فرستاده خود صدای خود سپر بوده، ولی واقعا این که اون شمارهش هم قشنگ همون شماره بوده، حالا نمیدونم کسی دیگه بوده صداش شبیه کرده اونجوری، اصلا واقعا مغزم بوده واسه همین اصلا این قضیه رو نمیخوام تهمت بزنم. منم ازش منم تو دایرکت بهش میگم معذرت خواهی کن که قضیه هرش، که اونم پست میذاره پاک میکنه و این میشه دیر کارو میکنه، منم ترکو پخش میکنم سر همین. ولی این معذرت معذرت‌خواهی رو کرده ولی باز پخش کردی به خاطر اینکه دیر کرد. یعنی میدونم این حرفم خیلی لاشیانه ببین گفتی 48 ساعت وقت داره، خب بعد یادم من اون موقع قشنگ خب ببین باشه الان یادم من راست میگی آره. بعد گفتی به مردم قول دادم دیسه میاد نه 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 کرم از من بود آره یه ذره لاشیانه شد. ببین واقعا تکس آماده کرده بودم تموم این معذرت خواهی رو پخش کرد، ولی متاسفانه قبل از اینکه، یعنی اگه این معذرت خواهی دو سه ساعت زودتر پخش شد درست میشد، اون وایس طلایی رسید دست من، اون تلفن طلایی فهمیدی؟ اون اولش هست که تلفن حرف میزنی، اون تلفن ها رسید اصلا دیگه من گفتم پوریا خودت رو بکشی این دیسه باید پخش کنی دیگه گفتی برگ برنده است آره قبول دارم من آدمی نیستم که مثلا بخوام دروغ بگم، واقعا قضیه همین بود و اینکه آره من لاشیگری کردم قبول دارم قبول. ببین سواله یه سوال دیگه هست، این خیلی یه فانه ها، چون من معمولا یه بخش شاید اضافه کردم که سوالای سه خنده‌دار رو میپرسیم که بچه‌ها پرسیدن، یکم ممکنه جنبت خوبه دیگه تا اونجایی که میدونم، ناراحت که نمیشی؟ نه فقط شوخی پدری نباشه ناراحت میشه نه بعد همین دیگه. بعد من گشتم هیچ سوال خنده‌داری نمیخواستم اینو بپرسم، ولی دیدم دیگه نداری اصلا، کامنتات هم اینا رو میدیدم تو چیز پیدا نکردم چیزی که بتونم. حالا یه میم بود اومده بود دقیقاً یکی با همون لحن این سوالو کرده بود، نشود Why are you gay؟ دیدی میمره؟ نه میمره ندیدی؟ که سر همین حالا مثلا چیزی میخوای سوال بپرسی من گی هم یا نه؟ آره یارو اینجوری ازت پرسید، من 8 سال زن دارم بچه دارم یه دختر دارم این حرفو یعنی نه برای فانه حالا نه اتفاقا من بابا بعد به یه چیز دیگه هم که خیلی اصلا از این حرف که ناراحت نشدم، من واسه همجنس گرایان خیلی احترام زیادی قائلم ولی من واقعا همجنسگرا نیستم جدی دارم با اینکه یکی خشایارسار اومد گفتش که با عکس با دختر معروف شده، خدا وکیلی برید پیج اینستاگرام منو من 8 سال فکر کنم جز عکس با زنم هیچ عکسی دیگه ای نیست، اگرم باشه زنم هست چه شبیه دختر دیگه باشه، ولی من اینو اصلا قبول ندارم من با عکس با دختر معروف شدم. ولی قبل از اینکه یادته یه مدتی مد بود ایرانی ها می اومدن یه دختر می آوردن می رقصیدن نمیدونم از این کارهای کثیف می کردن، ولی خدایش قبل از اینکه همه این کارا بیاد کسی بیاد اینجوری بذاره، من عکس بخشیرم دارم با زنم لب می گیرم، نمیدونم یادته نه خیلی هم سر و صدا کرد عکس، یعنی شاید مثلا این منظورش اون موقع بود، ولی اینکه من با دخترهای مختلف عکس بذارم نه، من واقعا هیچ سلی آره یادمه با خانم خود بود ولی آره. تو کلاب ملاب بودین 4-5 تا عکس ببین ما اصلا ما هر شب کلاب بود، یعنی تو قبل بعد شد هفته یه شب کرونا اومد شد دیگه صفر، الان هم راهی نداریم کلابا بسته است. اوکی یکی نوشته بود چرا وقتی میخندی میترسم؟ چرا؟ نمیدونم دندونام سفیده ولی نمیدونم. اوکی آها یکی نوشته بود که آقا اول رپ میکردی یا اول دوتا میزدی؟ وای عجب سوال خبری، اول رپ میکردم. اوکی بعد نمیشه بود اگه بخوایی رپ رو انتخاب کنی یا دوتا؟ خیلی سوال بیشورانه ایه به اتوانی سواکست که اون سوال رو برسیده خیلی سخته. ببین من عاشق دوتا مثلا یه چیزه نمیشه یه هفته رپ کنی یه هفته دوتا؟ دیگه نگفت فقط همینو پرسیده بود نه رپ میکردم رپ میکردم. اوکی خب آقا بریم سمت بخش پرطرفدار، اسم چند نفر رو میگم، اولین حس، اولین نظر و هر چیزی که تو ذهنت میاد و راجبشون بگو. یاس اولین اسمی که یادم یه زمانم گفته بودی یاس اگه با جرأت رپ میکرد جزو 10 تا رپر برتر دنیا بود. من الان هم همینو میگم ولی فکر کنم یاس به زودی این کار رو انجام بده به خاطر اینکه بریده از ایران، بریده از مجوز ندادن و از همه اینا بریده و دیگه فکر کنم هر چی داره رو رو میکنه، چون خیلی تکستاش قشنگه، یک قافیه‌ای دو کلمه‌ای میاره، خیلی چیز عجیبیه. خب نظرت دربارش؟ گفتم دیگه نظرم نظر قبلیه، یاس میتونه، یعنی اینکه جزء
هنوز هم هست جزو پرطرفدار ترین رپرای ایران، ولی اگه مثلا یه ذره واضح‌تر حرفاشو اعلام کنه خیلی خفن‌تر میشه، چون یاس رپریه که مثل زیرزمینیاست خب، ولی زیرزمینیا قبولش ندارن و اینکه اصلا هم مثل این مارکتی ها نیستش، میفهمی منظورم؟ یعنی اونجوری هم نمیکنه و آره و شنونده های کافی رو داره و بیش از کافی، واسه همین خیلی قشنگ میتونه حرفایی که سالها دارن زیر زمینی ها تلاش میکنن رو اون بگه و بیشتر گوش بدن آن بشه. درست. اسم بعدی محمد رضا شایه. شایه رو من خیلی دوست دارم، تکراری شده به نظر من دیگه، مثلا کرمو من تا تش رفتم، کمتر آهنگ رپی کم تا تش رفتم. اینکه شایه واقعا خواننده قوی، من تا آلبومش هم داد اون ویدیوش هم داد بهش داره ایزنا تبریک هم گفتم، خیلی هم دوستش دارم، ولی جدیدنا داره تکراری میشه و پول پرست. این نظر منه. چرا پول پرست؟ چیزایی که میدونم پشت پرده میگم، خیلی فکر کنم دیگه داره پول پرست میشه، خیلی بیش از پول پرستی چیز بدی نیست ولی دیگه بیش از حده به نظر من. این پول پرستی باعث میشه یه ذره تو یه ذره ضعف بیاد تو کارش، نمیدونم، شاید هم میگم ولی نظر من. زندگی خودش به خودش مربوطه و اینکه هنوزم آهنگایی میده که گوش میشه مردم گوش میدن، اینکه یعنی دمش گرم. درست. من خودم که من یه آلبوم داره دو به شک، من خیلی دوست دارم، یعنی ماها با اون زندگی کردم. جیدال اسم بعدی. جیدال خیلی خوبه، هم خودش رو دوست دارم، خیلی کارش قویه، بعد این خانومی هم دختری که جدیدن هم باش کار میده خیلی خفن‌تر شده کارش. با اون مدگل یا مدگال؟ مدگل. خیلی خوبن، خیلی با نمکن، به همم میان، کارهای جیدال هم خیلی قویه. جیدال خیلی رپره خفنیه، این که داره مثل رپرهای رو موده، یکی رپرهای رو موده داره رو مود کار میکنه، تکستاش قشنگه و اینکه فقط هم خلاصه نشده کاراش رو علف و اشغال، همه چی سب داره میکنه، دمش کن. کلن عرفان پایدار تو پایدار رپ نمیاره. اسم بعدی علی قاف. قاف کمکار دی، من چه نظری راجع شده؟ اینکه خیلی خفن، خیلی خوبه، ولی کمکاره، من هیچ نظری راجع به قاف ندارم، خیلی کمکاره، مثلا چیشه یا آهنگ بده کلا اصلا ملتفت همین، نمیدونم چرا، نمیدونم چرا کن. آیا کمکار بودن دلیل بعد بیشتر شدن کمکاریش هم نمیشه نقد، یا اینکه اگه کمکار بدی اینکه یعنی رو تکست داری وقت میذاری، یعنی روی تکست 3 سال وقت میذاری، اگه روی تکست 3 سال وقت میذاری یعنی تو رپری اصلا، اصلا منظورم به قاف نیست، فقط شاید دلایلی خاص خوشونه داره، ولی اینکه قاف یه خواننده ای که تو ایران. اسم بعدی آرتا. آرتا هم خیلی خفنه، هم خودش هم گروهش، آهنگاش هم همه سبک جدید و خوبه، عالیه. محافظ کارانه جواب میدی یا قبلا؟ نه اصلا آخه ببین خوبم آخه دیگه افکارم عوض شده، مثلا شاید اگه این سال 5 سال پیش از من میپرسیدی میگفتم اصلا وانتونز چی، اصلا دوستشون ندارم، میفهمی منظورم؟ اصلا چون سبک کن... الان به این نتیجه رسیدم رپ فارس به همه سبک نیاز داره، فقط دلیل نمیشه که من باید بیام اجتماعی بخونم، اون باید بیاد از غم بخونه، تا که مردم نیاز انرژی دارن، الان دوستان یه موزیک تو پارتی هم گوش بدن، حالا تو قماشون هم یه موزیک دیگه گوش بدن، برای نه مطمئن باش اگه اسمی رو بگی که 100% مخالفش باشن راحت میگم. خب اسم بعدی امیر تتلو. با استعداد، بدون مغز و اینکه اگه شخصیتش رو کنترل میکرد بدون شک رئیس جمهور هم میشد، حکم مایکل جکسون هم تو ایران میگرفت. ولی اونم آره همینه دیگه، امیر تتلو دیگه با استعداد دیگه، اگه رو شخصیتش کنترل داشت واقعا میترکون، یعنی میترکون یه چیز عجیبی میترکون، نه اینکه الان نترکونده ولی خیلی فراتر از این حرفا، تو بازه بزرگتری میتره، اصلا یه بازه خیلی بزرگتر، یه چیز عجیب غریبی بزرگتر. آره درست. اسم بعدی حسین. ابلیس. بله. یادو چرا نمیده؟ حسین هم... حسین هم سبک خاص خودشو داره و اینکه حسین بی حاشیه خیلی قشنگ‌تره، اینکه یه مدتی رفت تو حاشیه بد بود و اینکه خواهشی ازش دارم اگه قراره به یه قشری برینه بدونه که تو اون قشر همه بد نیستن، خوبا هم هستن و اینکه یادم بده دیگه، هم خودش و هم طرفدارای کاغذ رو فکر کنن دیگه تا اینجا رسیده، همه دوست دارن یادش بشه. آره ولی خب این حالا این حرفی که زدی به نظر من این حاشیه اندازه
حسین هم، یعنی حسین خیلی بزرگتر از این داستان هست که بخواست به اون شخص بپردازه. تو جریانی که تو فکر میکنی آره، تو اون جریان بزرگتر از این داستان هست، ولی جریان پشت پردهی که براش پیش اومد اون شخص هم خیلی بزرگه. حالا ولی این تو چیزی که ما میدیدیم قشنگ به نظرم کاش نمیومد، یعنی واقعا حالا مجبور بود، شاید مجبور بوده، تو ما که نمیدونیم، شاید اون پشت اتفاقاتی بوده که مجبور بوده، پس همین نمیتونیم قضاوتش کنیم. ولی خودم دارم میگم مخالفم، میگم خودم دارم میگم حسین بی حاشیه خیلی قشنگتر. درسته. خب اسم بعدی پارسالیپ. پارسالیپ هم خیلی خوب باش کار دادم. خب دیگه اصولا درسته، پیداشه پارسالیپ همه چیش خوبه، غرورشو بذاری کنار دیگه عالی. پارسالی واقعا خوبه، صداش قشنگه، موزیکای قشنگ، میکس و مستر خیلی خفن میکنه، کاراش با کلاسه، غرورش خیلی زیاده، یه ذره غرورش کم کنه دیگه مردمی تر میشه و بیشتر از حد، بیشتر از قبل میتر کنه. حالا اینو غرور گفتی، غرور پارسا بیشتره یا پوبون؟ پارسا. تو چرا فهم میکنی پوبون غرورش بیشتره؟ پوما آخه همه، من فقط فکر نمیکنم نسبت به چیزایی که پستایی که میذاره و استوریایی که میذاره و اینا، همه میگن خیلی مغروره. مثلا یه مثال میزنی، چون من تا حالا دقت نکردم، چون من پوبونی که خواننده که دنبالش میکنم و پستاش هم دنبال میکنم، ولی شاید یه مثال بزنم شاید راست بگی، مثلا این دوستانم ببینم مثلا چیزی تو ذهن داره کلا. ببین آخه مثلا یه دو سه تا مثلا دایرکت ازش اومده بود که مثلا بهش دایرکت داده بودن و اینا، حالا شاید جالب نباشه اینجا بگم، و اون برخوردایی که کرده بود مثلا، یا خیلی از استوریایی که مثلا خیلی آه شاید مثلا مردمی برخورد نکرده، ولی من تو پستاش غرورش رو حس نکردم، ولی اینکه نمیدونم، شاید در ارتباط با افرادی که بهش پیام میدادن مغرورانه برخورد کرده، ولی نمیدونم، ولی احساس نمی‌کنم با آهنگاش و رفتاراش و استوریاش اینو من درک کرده باشم. نه حالا من خودم استوریاش یکی دو جا، ولی به جز اون اصلا جا افتاده نمیدونم، حالا شاید هم ماهاش شون کن کلا جا افتاده که مثلا میگن خیلی، نه شاید هم درست میگی، من نمیتونم اینو نظری بدم چون در مقابل من اینجوری نبوده، میفهمی منظورم، واسه من واقعا نمیتونم بگم، شاید تو شخصیت آرتیستی که خودش نشون میده ما ممکنه اشتباه فکر کنیم بعدش. آره شاید مهراد رپر نیست. درست رپر محسوب نمیشه بابا، چون من جز دوزبت پرسیدی تاپ 5 مورد علاقتو بگی، چون گفتی رپرا پوبونو نگفتم، خواستم اینو ببین سبکش اینم آلترناتیو آر ام بی، آلترناتیو چی چیه، ولی خب همیشه شبیه چیزای زیاد من نمیفهمم چیزه، ولی فکر کنم شاید مایه لوفای و چیزای دارک و این چیزا باشه. اوکی نمیدونم اون. خب اسم بعدی مهراد هیدن. گفتی دیگه من چرا پرسید. آره مهراد گفت عشق نره. خب آره مهراد گفت همه چی یه جا خدا بهش داده. آره بهزاد لیتو فکر کنم یک ایران دیگه، درسته؟ از چه نظر؟ مارکت. آره میشه بود، ولی اصلا خواننده ای نیست که گوش بدم، اصلا هم بهش بیتره نمیم. بهزاد لیتو اصلا خواننده ای نیست که، خیلی از این اسمایی گفتی خواننده ای نیستن که برم دنبالشون دانلودشون کنم گوش بدم، نه اینکه به خاطر اینکه به خودم برم بالا، من بیشتر رو چیزم، رو موزیکای خارجی گوش میدم، مثلا پوبون که خیلی دوستش دارم، وقتی موزیک میده مثلا من اول اون پستی که میذارم نگاه میکنم، اگه لذت ببرم میرم دانلودش میکنم، اگه نه دانلودش نمیکنم، مثلا اینا که دیگه خیلی دوست دارم، مثلا زدبازی آهنگا شاید باورت نشه جفتش رو صفر تا صد گوش دادم، به خدا راست میگم، ولی شاید تنها کسی که حتما گوش بدم مثلا فدایی 100%، هیچ کس هم آلبوم میده گوش میدم. اسم بعدی سامان ویلسون. کاشکی بر نمیگشت. چرا؟ آخه اصلا هر چیزی که تو ذهنم ساخته بودم ازش از بین رفت، ولی الان هم داره قشنگ رپ میخونه، این که استایلش قشنگه، نمیدونم چرا، شاید آخه من اصلا یه چیز دیگه تو ذهنم بود، تو ذهن من بود یه جور دیگه بود، نه همه بود. ببین من خودم، حالا ببخشید وسط حرفت، من به نظرم بهترین رپ کن اولد اسکول ایران سامان ویلسون بود، یه چیز عجیب بود. آره اون موقع آره. چند سیلابی رپ میکرد اصلا قافیه، ولی شاید ما داریم اشتباه میکنیم، شاید اگه یه روزی باش مصاحبه کنیش توضیحاتی بده که ما رو منطق، یعنی چیز کنه، نظر ما رو برگردونه. ببین من خودم آلبوم بزرگم خیلی بودم، یعنی یا مثلا آتوه یه فیت داشت، چون حالا به نظر من رپ بعضی مثلا چی میگن همش نباید قافیه و این فقط قافیه باشی، خودت هم گفتی دیگه، مثلا بزرگ خیلی منظور داشت، خیلی مفهوم داشت، من خیلی خوشم اومد. مثلا بعضی وقت قافیه‌هاش هم تو بزرگ قشنگ بود سامان ویلسون. آره آره حالا مثلا اونجوری 5 سیلابی 10 سیلابی نبود، ولی قافیه خوب زیاد داشت. حالا بعدش هر چی اومد مثلا آخرین آهنگش
مثلا میرسم و یا حتی درد سرم اینا هم اوکی بود، ولی هر چی دیگه اومد اینور مثلا نمیدونم، من فکر می‌کنم داره دون میپاچه برای جلد. توهین نباشه، توهین نباشه بهش، بزرگ اگه بزرگ شد به خاطر بزرگی مهرات دیدم ببخشید، ولی امیدوارم ناراحت نشه. ولی خب نمیدونم خودش هر چی از اون اومد به نظر من نمیدونم، حالا میگم حس می‌کنم داره دون میپاچه، یهو بزنه با یک کار، امیدوارم همین شکلی باشه. آره اوکی. اسم آخر شاهین نجفی. شاهین نجفی که دیگه عشق دیگه، خیلی خوبه شاهین نجفی. آخه خیلی فکر میکنن باهاش مشکل داری. نه بابا اون لفظه آدم تو ترک ها استفاده میکنه. بعد اینکه چیزی بهت بگم، هر آهنگی میده که به اعتقاد کسی توهین نمیکنه خیلی خفنه شاهین. البته زیاد آهنگ اینجوری نداره به اعتقاد کسی توهین کنه، اونم داره نظراتش میگه، ولی هست تو تعداد ترکاش هست آهنگایی که به اعتقاد هم داره توهین میکنه، چون مخالف. آره مثلا نقیر، فکر نکن واسه اینکه میترسم نقیر میام، من خودم اصلا ایران نمیتونم بیام. خب این عزیز واسه اون نمیگه، ولی شاهین مثلا یه آهنگ داره سارینا، مثلا چیز عجیبیه سارینا، خیلی خفن. ببین شاهین هم دارن در حقش نامرد، یعنی رسانه ها دارن در حقش نامردی میکنن، به خاطر اینکه کلا سیاسی خونا خیلی بدبختن، جدی دارم بهت میگم. مثلا راحت نداره کسی، نه مثلا تنها رسانه‌ای که داره سیاسی خونا رو حمایت میکنه هم رپ فارسیه، شاید خیلی هم رپ فارسی خوششون نیاد، ولی جدی دارم میگم رپ فارسی داره حمایت میکنه. حالا شاید دلیلش هم این باشه که ایران نیستن، میفهمی منظور منو؟ بعدا رادیو جوان هم سیاسی ها رو نمیذاره، مثلا شده من ترک بدم رادیو نمیگیره، ترک هم میگیره، میگه این سیاسیه نمیگیریم، به خاطر اینکه اگه ما این ترک رو بگیریم دیگه مثلا موسی یگانه اینا ترک نمیدن به ما، مثلا نمیذاره، مثلا اینجوری خیلی اذیت عجیبه. درست. خدا رو شکر من که هیچ وقت سعی نکردم، من شده من میتونستم یه آلبوم بدم با پر از ترک های چیز خیلی جاها پخشه، ولی من زیاد این چیزا تخمم نیست، من شاید یه آلبوم 13 ترکه بدم 12 تاش عام باشه، یه ترک سیاسی بزنم واسهش هیچ جا پخش نکنه، واسه مثلا مهم نیست هیچ جا پخش نکنه. اوکی. نه که بگم از ته قلب مهم نیست، ولی دوست ندارم کارم و چیزی که خودم میپسندم و فدا پخش کنم. خاص شهر که خاص گوش میده، نخواستم به تخم پخش. آقا یه سوال، فکر کنی رپر خوبی هستی خودت؟ خیلی اگه بخوام، ولی ببین خب چرا نمیخوای؟ به خاطر اینکه ببین من اگه خیلی بده آدم ادعا کنه، ببین از نظر خودم دارم میگم، تو ببین رپ رو تو چه جوری معنی میکنی؟ تو چه نظر رپ یعنی باید چیز تکنیکی باشه، فلو عوض شه، توش فست بخونی، اینه به نظر من رپ، اصلا اصل رپ اینه، نه اینکه بیا یه چیزی رو مثل دکلمه بری. تو خیلی از آهنگای من هست حالت دکلمه، حتی خیلی از خواننده‌های دیگه، حالا ما به اونا میگیم رپ، ولی الان خیلی خفندنش اونجا بشه، ولی از نظر اون رپ اگه بخوای من خیلی قویم، من میتونم حتی تو فکرم هم بوده یا آهنگ 20 دقیقه‌ای بذارم با 1000 تا فلو خیلی فست، ولی به خاطر اینکه مثلا مردم خیلی دوست دارن بگن تقلید مردیده، چون یاس داد و تتلو داد، حالا اونا اصلا سبکشون فهم کرد فعلا یه ذره عقبشن، خودم الان میدیم میگن خب با یاس هم داده 13 دقیقه، تتلو داده 15 دقیقه. آقا فقط دقیقش مهم نیست، مثلا آقا بیا 25 تا 30 تا به قول خود 100 تا فلو عوض کن رکورد. آره ولی من دوست داشتم روی یه بیت باشه، یعنی یه بیت، یعنی 10 تا بیت نیاد، یعنی طرف یه جوری گوش بده اصلا خسته نشه، بعد آخر آهنگ بگه بابا این عوضی روی یه بیت خونده، یعنی بیت هم عوض نشده که بگیم، بعد خسته نشه 20 دقیقه رو، خسته نشه، میفهمی منظورم؟ خیلی دارم. آره. این بیت رو یا باید بدی جی جی بزنه یا خشیار سار. آره دیگه چی؟ آره یا آنکسیز خفن باید مثل اینا بسید 20 دقیقه بزنم قشنگ لذت ببری. اوکی خب آقا در آخر حرفی سخنی با شنونده هات و هر گونه چیزی. اول از همه دوست دارم همه شون سلامت باشن و خیلی پولدار. دوم از همه لطفاً از این مصاحبه که ما کردیم حاشیه نسازید، اینا فقط نظره شخصی بوده، شاید نظر شمایی که گوش دادید یه ذره متفاوت بوده، با نظر شما هم احترام میذارم، این نظر شخصی بوده و اینکه هر نظر شخصی هم امکان داره تو مدت زمان تغییر کنه، شاید مثلا من نظرم یک سال دیگه برگرده، شاید مثلا الان یکی رو نقد کردم یک سال دیگه بیام بهش بگم دمش گرم ترکونده، این چیز طبیعیه، خواهشن آشه درست نکنید. و اگر کسایی که میخوانی ویدیو رو بذارن، اینو مخصوص خودت میگم، وقتی ویدیویی که میایین از کانال ایشون برمی‌دارین مشکل همه ماست، ما هم این اتفاق افتاد، رسانه که داری این ویدیو رو می‌ذاری مثلا میگی مثلا از کانال این برمی‌داری می‌زنی تیکه پول یا پوتک به ایکس، حداقل زیر بزن این ویدیو رو از کانال آرام برداشتی، به همین راحتی، خیلی قشنگ‌تره. این کارو حتما بکنید، میدونم برمی‌دارید، اگه برمی‌دارید این کارو کنید،
مصاحبم تیکه تیکه میذارید بذارید صحبت من تموم شه، الکی از یه حرف من استفاده نکنید، بر ضد من استفاده کنید. دقیقاً خیلی خوب شد که به اینا اشاره کردی. حالا من یه چند وقتی هست، یعنی مصاحبه اولی که گوشتم همه جا بود بدون اسم، ما همه رو به هر حال رفتیم سراغش و پاک کردیم و فلان و یکی دو تا چنل رو بستیم. حالا ببین درستم نیست چنل رو ببندیم، من میرفتم باهاشون حرف میزدم، میرفتم طرف گفتم آقا چرا اینو گوشتی؟ گفت تو درآمد داری. گفتم به تو چی من درآمد دارم یا ندارم؟ آقا از کار خودمه. خب تو اون داره جلو درآمد تو رو میگیره دیگه. ببین وقتی اون مصاحبه تو رو میذاره، یعنی دیگه کسی نمیاد میگه من اونجا تو تلگرام دیدم، چرا بیام دور تو یوتیوب فیلتر بدم؟ آره بعد به من میگه تو که درآمد داری. خب آقا چه ربطی داره؟ من نگفتم پول بده که اسمم بذار، اصلا باید بذاری. نه من پاکش میکنم به راحتی، یه ایمیل برام، من یه ایمیل میدم، دو تا لینک میدم، تو پاک میشه اون از صفحه، برام مهمی. بعد اون یکی میاد بهش میگم چرا گذاشتی؟ میگه لحن درست نیست. چرا گذاشتی؟ چه لحن نادرستیه. مجبور شدم چند خب دفعه بعدی بهش بگو سلام خواهش میکنم میذارید کانال منم بذار. حالا خیلی هاشون گذاشتن، دمشون گرم که چیز کردن، ولی خب اونایی که چیز نه. از اون موقع یعنی واقعا یعنی خب خیلی سختی کشیدیم، یه تیم اون پشت بود 3 نفر همه اینا رو میگشتن پیدا میکردن، مثلا ریپورت میکردن. از اون موقع خیلی ها دیگه دارن میذارن و خدا رو شکر آرتیست ها مثل خودت دمت گرم که الان اشاره کردی، خیلی ها دارن اشاره میکنن، چه برای کار خودشون چه برای کار بقیه. آره مخالف نیست آقا، اصلا بذارن ولی بگن از کجاست. آره حداقل بگو از کجاست. آره دیگه دست همو داریم میگیریم، کمک میکنیم. مثلا طرف من اگه مثلا چه میدونم کسایی که منو میبینن بیاد پایین تعدادشون پول اونجوری که باید در نیارم، خب من محتوا نسازم، تو چی میخوای بذاری؟ آهنگی که شما میسازی اگه پول ازش در نیاری نتونی ادامه بدی نسازی، طرف میخواد چی گوش کنه؟ میخواد چی رو بذاره تو رسانش؟ میبینی این حمایت باعث میشه که آقا اینم بره جلوتر، اینم کار بذاره، تو هم درآمدت داشته باشی، اونم درآمدش داشته باشه دیگه، در کنار هم، چرا که نه. درست. خب این از این درآمدی که گفتم، امیدوارم همینجوری که قدرتم ادامه بدی و بهتر کنه. فعدت دمت گرم، منم خیلی حال کردم، خیلی بحثمون درست بود و خیلی اصلا درست بود که این فرنگسازی داشته، خیلی حال کردم. دمت گرم. انتقادت هم که پیشنهادت هم گفتی، پیشنهاد دیگه نداری؟ ها گفتم یه دونه هم بساز از زندگی روزمره، فکر کنم جالب باشه. دمت گرم، مرسی که اومدی و خیلی ممنون دیگه. خدافظ. روز بخیر، خدا نگهدار. خب این بود از مصاحبه، امیدوارم که لذت برده بوده باشید و اگه حال کردید دیگه لایک کنید، داستانا هزار بار گفتیم دیگه، خودتون میدونید باید چیکار کنید، اما حتما بنویسید که دوست دارید کی باشه نفر بعدی توی بی پرده که ما بریم سراغش و برعکس بقیه رسانه‌ها پول نمیگیریم. هر سوالی دوست داشتید میتونید بپرسید و ما از اونا میپرسیم بدون هیچ چش داشتی. این بود از ویدیو امروز، امیدوارم تا ویدیو بعدی حالتون خوب عالی و بمب باشه. سی یو سون.